به نام خداوند جان و خرد. در برنامه امشب کافه آپارات مصاحبه‌ای داریم با یکی از ستارگان خوب تلویزیون و سینما ایران و تاریخی رو مرور کردیم. گفتگویی داریم با خانم لعیا زنگنی. با هم این گفتگو رو ببینیم. مهمان عزیزی داریم، همونطور که ابتدای برنامه گفتم، بازیگر خوب سینما تلویزیون خانم لعیا زنگنی. از طریق اسکایپ با ایشون صحبت میکنیم. اگر آماده باشن ما وارد مصاحبه میشیم. بله، سلام خانم. سلام آقای جیرانی. خیلی خوشحالم که میبینمتون، خیلی خوشحالم که با تو مصاحبه میکنم. انشالله که هر جا هستید خوب و سلامت باشید. ممنونتونم. من خیلی خوشحالم و خیلی هیجان زدم. سلام میکنم خدمت شما آقای جیدانی نازنی، به بچه هایی که پشت سر نمیستن، خانم بیتا موسوی، اگه اسمشون درست یادم نشه، من حافظه خوبی تو اسم ندارم، مدیر برنامه بسیار حرفه‌ایتون، و سلام میکنم به مردمم، به کسایی که عاشقانه دوستشون دارم و تمام این سالها به عشق اونها کار کردم و زندگی کردم. خانم زنگنه، شما ستاره یک سالها هستید و در سالهایی مثل دوستان دیگر ما، بازیگرمون مثل خانم حاتمی، هدیه تهرانی و خانم کریمی، شما ستاره اون سالها هستید. هنوز هم با حضور دارید و خیلی حضور خیلی خوبی هم دارید. انشالله که موفق باشید. از یک جای شروع کردید. اولا که میخوام بدونم که در چه خانواده متولد شدید، که یعنی سالش برام مهم نیست، خانواده، فضای خانواده، شهری که متولد شد. تهران بودید دیگه شما متولد شدید دیگه؟ بله، یه سری اطلاعات توی میدیا هست که غلط و متاسفانه. من تو تهران متولد شدم، در یک خانواده مذهبی، متولد اول مهر 1344 هم و نام مادر من هست طیبه. پدر چی کاره بود خانم رنگنه؟ پدر من تو بانک مرکزی کار میکردن، کار اداری میکردن. فرزند بزرگ خانواده بودی؟ فرزند بزرگ خانواده بودی یا نه؟ نه، من فرزند دوم، برادر بزرگم با 6 سال فاصله بعد من و بعد ستایی دیگه. اونا وارد بازیگری نشدن؟ بچه خواهر برادر وارد بازیگری نشدن؟ هر خانواده یه نفر کار. خب شما متولد 44، حدود 13 سال اگر حساب کنیم که در واقع 10 ساله بودی میشه 54، شاید فضای سینمای اون زمان یادت باشه. اولین فیلم هایی که دیدی، رفتی سینما، با پدرت رفتی، با مادرت رفتی، با خواهر برادرت رفتی؟ ای جیرانی، اصلاً و به هیچ وجه خانواده من نه با سینما و نه با تلویزیون هیچ قرابتی نداشتن، به خصوص پدرم، یک خانواده پدر سالار. نه، من اصلاً من اولین باری که سینما رفتم خیلی جالبه، حدود 5-6 سالم بود با عموی مرحومم و خانم عمو، زن عموم، رفتیم، میرفتم سینما، فیلمای هندی میدیدیم و برای من هندی
فیلم ها هندی بود و برای من اون هیچی یادم نیست جز بوی اون فضا، بوی ساندویچ هایی که میخوردن. اون بو هنوز با منه. من میتونم به جرئت بگم تا دوره دانشگاهیم با سینما و تلویزیون خیلی درگیر نبودم. از فیلم ها و سریال ها اون زمان خاطره ای داری؟ فیلم خاصی، سریال خاصی که تو حافظت مونده باشه دوران بچگی؟ فقط آتش بدون دود بود که اون تصویری یادمه. و چیزی که خیلی من رو خوشحال میکرد از دیدن این، وقار و بزرگی صحنه بود. احساس میکردم صحنه ها خیلی، الان که بهش فکر میکنم، چقدر باوقار بودن، چقدر بزرگ بودن. آقای جیرانی، یه خاطره یادم اومد بهتون بگم، خیلی خنده داره. پدر من عاشق فیلم های کابویه، هنوزم هست. وستر، بله بله، خیلی خوب. وستر. من بچه که بودم نگاه میکردم، همیشه فکر میکردم پس پدرت فیلم نگاه میکرده، مخالف دیدن فیلم نبوده پدره؟ اونایی که خودش انتخاب میکرد. آه چه خوب. ولی خودش انتخاب میکرد. اینو یادمه که من پنهانی گریه میکردم آقای جیرانی، برای اینکه فکر میکردم که تمام این آدمایی که کشته میشن واقعی هن. و پیش خودم تصویرم این بود که تمام اینایی که تو زندانن و قرار اعدام بشن، اینا رو میارن تو فیلم بازی میکنن و میکشنشون. و من هر فیلمی که میدیدم بعدش تقریبا مریض میشدم. برای همین مامان به من میگفتش که، به پدرم میگفتن که بذارید لعیا بخواب بعد فیلم تماشا کنید. این خاطرم یادمه. یعنی این تو دستگاه ویدیو دیگه بعد از انقلاب منظورتون دیگه، درسته؟ نه ده؟ بچه بود. نه تلویزیون بود. تلویزیون فیلم های وستر نشون میداد. من بچه بودم. کلاسیک نشون میداد وسترنشون. چی یادت از فیلم وسترن؟ اسم یادته؟ از یول براینر یادمه، بازیگراش. از کلیسی یادمه که جوانی رو میکردن. جان وین یادمه. اینا همه با کودکی و پدر و منزل اون فضای دوران کودکیم همراهه. تلویزیون مدل چی بود خانم؟ تلویزیون مدل چی بود از این تلویزیون خاصه سالا؟ تلویزیون اولیتون؟ آرتیای بود آقای جایی. بله آرتیای یادش به خیر. درداشت. آره بعد در باز میشد، درش بسته میشد. بله آرتیای. آره. خاطره های آتش بدون دود مرحوم نادر ابراهیمی، به هر حال نویسنده، شاعر و کارگردان، فیلمنامه نویس خوب ما، و یاد کردید در چند تا بازیگر معروفی که در سینمای وسترن بازی کردن، مثل در واقع کلینت ایستوود که فکر میکنم خاطرتون از چاپارل که اون زمان پخش میشه. دقیقاً. آره خاطرتون از چاپارل که سریال وسترنی بود که تلویزیون پخش میکرد، و از جانوی اینا فکر میکنم خاطرتون فیلم هاست. خب فیلم ایرانی یادتونه؟ فیلم ایرانی نه. هیچی یادتون نیست؟ هیچی. آقای جیرانی، من تا دوره دانشگاهم اصلا درگیر فیلم و سینما نبودم. خیلی برام جالبه. یعنی انگار که من یه بخشی از وجودم رو خیلی دیر پیدا کردم. ولی پیدا کردم. و این خوشبختیه. حالا راجب اون بخش وجودتون که پیدا کردیم بهش میرسیم. دوران دبستانتون کدوم مدرسه رفتیم؟ دوران مدرسه‌ام، مدرسه اسمش بود فروغ فرخزاد. بچه اسم خوبی. الان اسمش فروغ فرخزاد هست؟ خیلی. نه مطمئنه نیست. آقای جیرانی، من خیلی تنهایی بازی میکردم و خیلی دیر به حرف افتادم. یعنی خیلی دیر صحبت کردم. یادمه که تا کلاس سوم دبستان من کلمات رو درست نمیتونستم ادا کنم. یعنی مثلا به زانو میگفتم نازو، و اعداد رو توی مغزم میتونستم به ترتیب بشمارم، خیلی هم خوب بودم، ولی کلام من همیشه حرف زدن مشکل داشتم. و این به خاطر این بود که خیلی تنهایی بازی میکردم. و چرا منزوی بودی؟ با خواهر برادرت بازی نمیکردی؟ چرا منزوی بودی؟ نه برای اینکه اونا
اونا به دنیا نیومده بودن. برادر بزرگ من 6 سال از من بزرگتر بود. آها. و خاطره های بسیار خوشی از ایشون دارم. یعنی اصلا الگوی من دوران نوجوانی و جوانی برادر منم و مدیونشون هم همیشه هم گفتم و میگم. همبازی نداشتم. بعد توی یه گوشه ای از اتاق رو مجبور میکردم مادرم برای من یه ملافه چادری درست کنه، تنهایی بازی میکردم. بعد با لباس عوض کردن اینا خوب یادمه، من از 3-4 سالگی میادمه، بابا میشدم، مامان میشدم، بچه میشدم. و اگر کسی بدون اجازه من وارد اون چادر و حریم میشد خیلی اذیت میشدم، خیلی، و نمیتونستم حرف بزنم و گریه میکردم. اینا یادمه، ولی یادمه که حتما این بازیه بود. بعد خودم برای خودم با کاغذ آدم میبریدم، نقاشی میکردم، اینا رو میبریدم بعد که بزرگتر شدم. و خودم دوست داشتم برای خودم عروسک بسازم، کاراکترها رو دوست داشتم خودم خلق کنم. و اتفاق خوب دیگهی که افتاد که همیشه قدر دانشم، مسیری رو که از خونه تا مدرسه برادر من منو می برد، مثلا راجب فروغ حرف می زد، اشعار فروغ، و من فقط گوش می کردم. یا از قصه ها و نویسنده های خیلی معروف اون زمان صحبت می کرد و همیشه توی گوش من از ادبیات بود، از شعر بود، از متن بود. و این خیلی به من کمک کرد. یعنی خیلی جاها که توی زندگی بعد سالها که دیگه بزرگ شدم و وارد زندگی شدم، وقتی خیلی اذیت میشم و میشدم، اونا منو نجات میداد، مطالعه، نقاشی، و من همه اینا رو مدیون برادر بزرگم هستم. خیلی الگوی خوبی. پس از یک سالی به شعر علاقمند شدی، به رمان احتمالا علاقمند شدی. خب فروغ به شعر کمتر آقا جره. به شعر کمتر، بیشتر ادبیات. ادبیات منظورت چیه؟ رمان، قصه، داستان کوتاه، چی؟ بله. مثلا اولین رمانی که یادم خوندم و خیلی برام سنگین بود، رنه بود، مال شاتوبریان. بله بله. شاتوبریان رو معمولا دخترای جوان اون سالها معمولا میخوندن به خاطر اینکه آثارش آثار عاشقانه غریبی بود دیگه. خیلی لطیف. بعد غیر از رنه شاتوبریان دیگه چی یادته؟ کتابایی که خوندم، کتابای صمد بهرنگی بود، کتابای درویشیان بود. اینا که مال بعدنه دیگه، درویشیانی که مال بعدنه دیگه، سال بزرگترته، دوران جوانیته. بله، مال بچگیم بیشتر شنونده بودم، برادرم برای من تعریف میکرد. شعر میخوند، ادبیات میخوند برای من. چه شعری از فروغ فرخزاد تو ذهنت مونده؟ از شعرهایی که برادرت برات خونده. آقای جیرانی، فضای شعرهای فرخزاده، فروغ فرخزاده، یعنی فکر کنید یک دختر کوچیک داره راه میره، بعد برادرم قدش بلند بود، 6 سال از من بزرگتر بود، ولی بلندتره، خیلی بلندتر از من بود. من هیچ وقت فضای خیابون رو واقعیش رو نمیدیدم. یعنی همیشه سر من به سمت برادرم بالا بود و صحبت که میکرد راجع به ادبیات، راجع به نویسنده ها، راجع به شاعر، من تمام اتمسفر رو همرنگ حرفای ایشون میدیدم. یعنی شاید خیلی تصویر میدیدم من. یعنی من اصلا یادم نیست اون مسیری که میرفتیم چه خیابونی بود، کجا بود. برای همین وقتی تنها میومدم گم میشدم، چون هرگز فضای گفتار برادرم رو نتونستم از دست بدم. برای همین اون فضا بیشتر یادم میاد. بسیار تشریح خوبی کردی، یعنی این تصویر خیلی سینمایی خوبی از اون لحظات دادی. فقط میخواستم بدونم، چون مدرسه فروغ فرخزاد میرفتی و برادرت هم به فروغ فرخزاد علاقمند بود، الان حافظ تو حافظت و بعدها شعرهای فروغ خوندی؟ من خیلی، بله، 100% شعرهای فروغ خوندم، کتاباشم پشت سرم هست، ولی درگیریم با اشعار خیلی کمه آقای جیرانی. مثلا من وقتی پری کوچک غمگین رو میخونم بارها و بارها،
کلمه ها نیست که درگیرم میکنه، اون فضاست. یعنی وقتی حالم بده، وقتی که اینا رو میخونم، یا مثل بعضی از موزیکایی که آدم باهاشون خاطره داره، باهاشون گریه کرده، باهاشون عاشق شده، کلمه یادم نمیمونه، تصویر یادم نمیمونه. بعد بگم بفهمم با چه موزیک گریه کردی، خاطره داشتی، اونم بعدم نمیاد بدونم. من خاطره دارم از گوگوش، خاطره دارم از ترانه های خیلی خوب ابی داریوش، من خاطره دارم. من از ویگن هم خاطره دارم. آره، من عماد رام برام خیلی آدم عجیبی بود. وقتی که خیلی غمگین می شدم یا خیلی مشکل داشتم، نمیتونستم با مشکلم روبرو بشم و تنهایی خیلی اذیتم می کرد، آهنگ مادر گوگوش بود، که خانم گوگوش بود که نجاتم داد آقای جایگانی. یعنی اصلا شاید از یک خطرهایی که در کمین من بود نجاتم داد. و عماد رام برای ناشناس ترانه چی گفتین از گوگوش؟ کجاست مادر، کجاست گهواره من. اسم ترانه همینه دیگه. بله بله، مرسی. بله خیلی من باهاش منو نجات داد. اصلا با موسیقی خیلی علاقه داشتی اون سالها؟ با توجه به اینکه خانواده‌ات مذهبی بود؟ برادرم نجات دهنده من بود. با موسیقی اون موقع ها داریوش خیلی گوش میکردن که برادر من خیلی مخالف بود، میگفت این فضای مناسب نیست. ولی خب خودم دوست داشتم، حال هوای اون روزا خب دوست داشتم داریوش گوش کنم. موسیقی کلاسیک ما خیلی گوش میکردیم و مادرم عاشق آهنگ های مرضیه، دلکش، مرحوم هایده، اینا رو میشنیدیم. چرا؟ البته پس شنیدن موسیقی تو خونتون ممنوع نبوده اینطور که گفتی؟ وقتی که پدرم نبود. آها، اینا همیشه در زمانی بوده که پدرت نبوده موسیقی گوش میدادین؟ بله. وقتی پدرت بود موسیقی گوش نمیدادین دیگه؟ نه دیگه، مدام اخبار بود و اخبار رو نگاه میکردیم و مجبور بودیم. مثلا من رنگارنگ رو بعدها با ویدئو دیدم. یعنی زمان جوانی و کودکیمون ما ندیدیم اینا رو، اجازه نداشتیم ببینیم. بعد که دیگه با ویدئو و این کاست های بزرگی که اومده بود با اونا نگاه کردم. بله بله، یه چسایی که بله. دبیرستان کنم دبیرستان رفتی؟ وقتی که دیگه دبستان از اینجا اومدی فروغ فرخزاد، دبیرستان کنم دبیرستان رفتی؟ دبیرستان محمودزاده بودم، توی کوچه انتظام بود، تو میدون منیریه. خونه همون طرف بود خونه شما؟ بله بله، ما همون سمتا بودیم. بله همونجا بودیم. خونه که متولد شدی همونجا بود؟ خونه که متولد شدم نه، پایین تر بود. خونه که متولد شدم تو خیابون نسترن بود. یه جورایی کجاست نسترن؟ میشه سمت سیمتری جی، شاید جنوب ترش، دقیقا یادم نیست، ولی همون سمتا بود. پس محلت محله منیریه و محله امیریه و از اینجاست دیگه، محله اون منطقه اونجا تهران بله. اصیل دیگه اونجا رو میگن منطقه بله. تهران بله. اصیل دیگه در واقع. آره بله. سینماهای اونجا هم سینماهای نزدیکی داره، خیلی هم سینماش زمانی معروف بوده. خب دبیرستان بود، اصلا تو دبیرستان علاقمند به تئاتر شدی؟ به بازی در تئاتر یا نه؟ نه مطلقا آقای جایدانی. روحیم خیلی منزویه، یعنی الانم فکر میکنم نوع زندگی بیان میکنه که من خیلی خلوت دارم و این خلوت رو خیلی دوست دارم. نه من اصلا به تئاتر علاقه نداشتم، به موسیقی و نقاشی خیلی میکردم، نقاشی رو خیلی دوست داشتم چون اونم به خلوت هم رفت. از بچگی نقاشی میکردی؟ بله دوست داشتم. نقاشی میکردی، نقاشی ادامه دادی که در دوران دبیرستان هم ادامه دادی نقاشی رو؟ بله ادامه دادم. تو دانشگاه هم من نقاشی قبول شدم، دانشگاه تهران. بعد گرافیک قبول شدم همون سال دانشگاه آزاد و تئاتر سینما تئاتر قبول شدم همون سال. خب چطور شد سینما تئاتر رفتی؟ تو که به تئاتر علاقه نداشتی چطور شد سینما تئاتر رفتی؟ برای اینکه به این فکر کردم که خب نقاشی رو که میدونم
استادای خیلی خوبی داشتم، یکیش یعقوب عمامه پیچ بود که جزء درجه یکاست. به این فکر کردم که ادبیات نمایشی رو ادامه بدم. من به بازیگری اصلا فکر نکردم آقای جیرانی، اصلا روم نمیشد. ادبیات نمایشی میگی قبل از اینکه به دانشکده نمایشنامه خونده بودی؟ مطلقا. پس چرا علاقه پیدا کردی به ادبیات نمایشی؟ من تئاتر رو قبول، وقتی که قبول شدم توی مصاحبه رد شدم. کی از این مصاحبه کرد؟ کشم. کی مصاحبه کرد؟ آقای کشم، آقای کشم فلاح. بله میستم، بله اگر اشتباه نکنم آقای مقصودلو، یه آقای یادم، من اسم متاسفانه خیلی کم حافظم، ملکپور. بله جمشید ملکپور. بله جمشید ملکپور. بله. ایشون یکی از محققان بسیار خوب تئاترن. یک کتاب دارن، تاریخ نمایش در ایران، 3 جلد، درجه 1 کتاب دارم. بله. چند نفر بودن این 2-3 نفر یادم، آقای دهقانپور بود رئیس دانشگاه. بله همش ایران نیستن ولی آقای دهقانپور هستن. بله یادمه که همسرشون هم اگر اشتباه نکنم خانم شهلا میربختیار بودن. بله کاملا درسته، کیشون یکی از اولین بازیگرانی که نسل اولین بازیگران. بله خب اونا از تو مصاحبه کردن، تو مصاحبه رد شدی، بعد چی شد؟ توی مصاحبه به من گفتن که خب نمایشنامه چی خوندی؟ گفتم نمایشنامه، من مثلا گفتم من دولت آبادی خوندم. بعد گفتن نه شکسپیر. گفتم نمیشه. گفتن برش. خودم نمیدونم و بسیار خجالت کشیدم. بعد هی بهشون میگفتم بابا من اهل مطالعه هم، من کتاب میخونم. آقای کشم فلاح گفت برو اول نمایشنامه بخون بعد پاشو بیا. که پا شدم اومدم بیرون خیلی با خشم نگاهشون کردم. اینو یادم، اومدم بیرون آقای سعید شاه سواری رو یادمه که توی راهروی دانشگاه دیدم، نمیشناختم، خیلی تصادفی دیدم، خیلی قیافه معقولی داره. رفتم گفتم ببخشید آقا، من راجع به دولت آبادی صحبت کردم رد شدم به نظرتون؟ گفت نه، به این دلیل رد شدین که نمایشنامه نخوندین. گفتم آها باشه. نمیدونم آقای سعید شاه سواری اونجا پستی داشت؟ دانشجو بود اونجا. سعید شاه اصلا نمیشناختمش، فقط احساس کردم عینک زده بود، عینکم برای من خیلی مهم بود. فکر کردم خب و سر و وضعش از بچهای دیگه معقول تر بود، بچهای هنر رو که دیدین همه مدلای عجیب غریب، ولی سعید شاه سواری معقول تر و معمولی تر از بچهای دیگه بود. برای همین بعدها که با هم آشنا شدیم سر در پناه تو به من گفت یادتی تو دانشگاه از من پرسیدی؟ گفتم یه شما بودین؟ نه یادم نیست. تو فکر کردی چون اسم محمود دولت آبادی دادی رد شدی؟ آره تو فکر کردی به خاطر اسم محمود دولت آبادی رد شدی؟ آره فکر کردم به خاطر دولت آبادیه، ولی بعد دیدم خیلی من کم سواد و بی سوادم تو تئاتر. بعد اومدم تمرکز گذاشتم روی نمایشنامه ها. سال بعدش با رتبه خیلی خوبی قبول شدم سینما تئاتر. تئاتر برام گم بود آقای جیرانی، دوست داشتم کشفش کنم و سینما خیلی برام گم بود. گرافیک و نقاشی برام آشناتر بود. بعد که وارد تئاتر شدم یکی دو ماه اول رو میخواستم انصراف بدم، یعنی بچه ها و محیط سینما تئاتر دانشکده خیلی کوچیکی بود اذیتم میکرد. ولی بعد از یکی دو ماه یکی از نقطه عطفای زندگی من ورودم به دانشگاه بود و دیدن اون بچه ها و انگار پوست انداختن من، انگار یک شکوفایی برای من بود. من اینو مدیون دانشگاه و بچه های دانشگاه و اساتیدم. تو بچه های دانشگاه کی یادته که اینقدر تأثیر گذاشته داری ازشون صحبت کنی؟ یکی از بهترین ها که یادمه و هیچ وقت فراموش نمی کنم شیلا رشیدیانه که فکر کنم الان استاد دانشگاه هستن. یکی دیگه از بچه هایی که دوستشون داشتم مریم مجد بود. بله. رویا فلاحی بود که الان جزو گوینده های رادیوست. سیامک سفری بود. چه خوب. بله. کوروش نریمانی بود. بله. بچه های دیگه
میگم من اسم خیلی حافظم خوب نیست، ولی دوره طلایی بود، یعنی اصلا یک چیز، یک دوره که دریچه تازه برات باز شد، یعنی در واقع هم نمایشنامه خوندی، هم بچه های تئاتر رو دیدی، هم احتمالا تئاتر دیدی. تئاتری که دیدی چی بود؟ دنیای جدیدی بود برام آقای جیرانی، یعنی فکر کنید از کنج خونه یهو به یک دنیایی اومدم که خودم پیداش کردم، یعنی انگار تقدیر، انگار کائنات، انگار خدای یه هدیه به هم داد به خاطر صبوریم، به خاطر تنهاییام. تئاتر، پیشنهاد تئاتر به هم میشد برای بازی و مخالفت میکردم، یعنی یادم محسن قصابیان یکی از بچه هایی بود که برای پایان نامه اومد به هم گفتش که بازی کنم، گفتم نه، ولی کسی که زورش به هم چربید و به هم حقه زد، حقه زیبایی هم زد، آقای جمشید بهمنی بود که امیدوارم هر جا که هست شاد باشه، خوشحال باشه و سالم. به من گفت فقط بیا تو سالن تئاتر بشین، شما نمیخواد بازی کنی. بعد اصلا بازیگری برام جدی نبود، فکر میکردم کلاس ادبیات نمایشی خب خیلی بالاتره، بازیگری به من نمیتونه کمک کنه. آقای جیرانی، هیچ وقت یادم نمیره روز اولی که پام رو توی پلاتوی تئاتر گذاشتم، انقدر حالم بد شد، انقدر منقلب شدم که بی اراده کفشامو در آوردم، احساس کردم وارد یک حریم خیلی مقدسی شدم و تمام بدنم می لرزید. بعد بچه ها گفتن خوبی؟ چی شد؟ گفتم من خوبم. بعد یه گوشه نشستم که خدای بزرگ اینجا کجاست؟ این چه دنیاییه؟ و چقدر غریبه آشناییه، انگار که من اونجا بزرگ شدم، انگار که با تو خون منه، ولی غریب است چون تا حالا توی اون مکان نبودم. پلاتوی تئاتر کجا بود خانم؟ پلاتوی تئاتر تو دانشکده سینما تئاتر بود؟ تو خیابون ورزنده بودیم. چرا؟ بله سینما تئاتر اونجاست. بله. نمایش که قرار بود بازی کنی اسمش چی بود خانم؟ من یک پایان نامه بازی کردم برای جمشید بهمنی، پارانویا، و بسیار کار خوبی بود. پایان نامه جمشید بهمنی بود. یه سری از بچه های حرفه‌ای بودن، یعنی بچه های سال بالایی، و منم کار کردم و شروع در واقع زندگی جدید من بود. چه نقشی بازی کردی؟ اولین نقش زندگی چه نقشی بود؟ همون نقش زن اول تئاتر پارانویا بود. چه کاراکتری بود اون کاراکتر؟ خیلی سورئال بود. خیلی زنی بود که توی ذهن مرد پارانوئید این زن رو میبینه که اون چیزی رو که تو ذهنش میدید، نه اون چیزی رو که واقعیته، در حال در رابطه با کشیش بود، در رابطه با دکتر بود، در رابطه با خیلی فضای غریبی داشت. ما دو تا اجرا بیشتر نداشتیم، ولی اتفاق بزرگش این بود که جناب آقای دکتر علی رفیعی نازنین اومدن و اون تئاتر رو دیدن و یک راه دوباره، انگار یه خوشبختی دیگه توی خوشبختی دیگه هم اتفاق افتاد و دعوت به کار حرفه‌ای شدم از طرف آقای دکتر رفیعی. به به به، چه کارگردان خوبی. ایشالا که همیشه سلامت باشن، همچنان هستن و همچنان فعالیت میکنن. برای چی کاری دعوت شدی؟ یادگار سالهای شه. چه نقشی؟ من نیدم. توی تالار وحدت بود. بله. خود نقشه خیلی مهم نبود جناب آقای جیرانی. فکر کنید یک دانشجویی که اونم دانشجوی مثل من که انقدر دور از فضای تئاتر، بعد توی پلاتوی تئاتر کفشاشو در میاره و وارد حریم مقدس میشه، حالا وارد حریم مقدس تری شدم. آقای جیرانی، اولین کار حرفه‌ای من پرویز پورحسینی بود. بله. احمد آقالو بود.
یعنی ببینید خود اینها یه پایه، دو تا چهره بی‌نظیر تئاتر، بله اصلا زندگی من رو اینها عوض کردن. رضا کیانیان عزیز بود، زنده و سلامت باشه، بله ایشالله حتما سالم باشن. خانم تانیا جوهری بود، هستن سلامت باشن، بله بله انشالله که سالیان سال باشن، خیلی دوستشون دارم. یعنی تمام این آدم هایی که اونجا بودن، من بعدها که وارد در واقع عرصه حرفه‌ای تر شدم، دیدم تمام اینها زندگی من رو تشکیل دادن. اصلا دانشگاه در قبال اینا چیزی نبوده برای من، دانشگاه انگار یک بوده و بودن در کنار احمد آقالوی نازنینم، پرویز پورحسینی نازنینم، آقای کیانیان، من بزرگ شدم، من رشد کردم، انگار پوست اندازی می کردم. به من حرفه کار کردن رو یاد ندادن، به من حرفه زندگی کردن رو یاد دادن و من مدیون اینها هستم. و شما میدونین، شما حسمو میتونین متوجه بشین که حالا شنیدن از دست دادن خبر از دست دادن پرویز پورحسینی چه بلایی میتونه سر من بیاره و چه اتفاقی میتونه برای من بیفته. خیلی سنگینه. یعنی خانواده منن، که خانواده روانی منن، خانواده روحی، کسایی نیستن که من باشون توی زیر یه سقف بزرگ شدم، کسایی هستن که توی رویای من، توی تخیل من، توی افکار من، توی روح من. باورتون نمیشه حتی تأثیراتش در رابطه با فرزندم، تأثیراتش رو میبینم و دیدم و تأثیرش این بود که من الان زن خوشبختیم، به خاطر وجود این آدم ها بوده و بعد ادامه پیدا کرد. خب با این نمایش بازی در این کار و کنار بزرگانی مثل زنده یاد پرویز پورحسینی و آقالو و دیگر دوستان، مرسی. کار تئاتر رو ادامه دادی با چه نمایشنامه‌ای؟ کار رو ادامه دادیم، سه تا نمایشنامه بود آقای دکتر رفیعی با ماها با دانشجو انجام میدادن که به اجرا نرسید، که من یادم سالونی که تمرین میکردیم دقیقا روبروی تالار وحدت بود، انباری بود، که ما خودمون اونجا رو تمیز کردیم. بچه هایی که مجید گیاهچی بود، سیامک سفری بود، حسن معزنی بود، حالا بعد یادم میاد فرهاد اصلانی بود، فرهاد اصلانی بود. ما اونجا رو تو یادگار هم فرهاد بود اگه اشتباه نکنم، به اجرا نرسید آقای جایرانی، اما تمرین های فوقلاده ای بود. فوقلاده بودنش به خاطر این بود که آقای سمندریان نازنینم، و چقدر تلخه که همه رو باید بگیم زنده یاد، و من رو خیلی غمگین میکنه. آقای سمندریان نازنین اومد رو بیان ما کار کنم و نظارت کنم، و زیباترین چیزی که، یکی از زیباترین چیزهایی که تو زندگیم شنیدم این بود که آقای سمندریان جلوی همه، جلوی پیشکسوتا، جلوی دانشجوها گفتن، که به آقای دکتر رفیعی گفتن علی این دختر بهترین صدا و بیان رو داره، و من انقدر هیجان زده شده بودم که اصلا نمیتونستم تکون بخورم، چسبیده بودم زمین، ما دایره نشسته بودیم زمین و اصلا نمیتونستم تکون بخورم، نمیدونستم با این حجم خوشبختی چیکار کنم، اینکه آدمی مثل سمندریان من رو تایید کنه. خیلی روزهای خوشی رو گذروندم آقای جیرانی نازنین، خیلی احساس. این نمایشو اجرا نشد ولی تو مطرح شدی دیگه، تو شناخته شده شدی و رفتی تو نمایشای دیگری، بازی کارگردان دیگری کار کردی؟ نه، من تئاترم متوقف شد چون در پناه تو پیشنهاد شد. کی بهت پیشنهاد کرد؟ کی تو رو معرفی کرد به در پناه تو؟ خیلی اتفاق جالبی بود جناب آقای جیرانی، و خیلی خوشحالم که دارم به شما میگم، خیلی دوستتون دارم و خیلی این برنامه برای احساس قلبی من خیلی برنامه با وقار و زیباییه، و خیلی خوشحالم که دارم زیباترین خاطره هام رو به شما میگم.
من پایان نامه جمشید بهمنی رو که کار کردم تو کار دکتر رفیعی که داشتیم تمرین میکردیم، رضا ایران منش بازیگرمون بودم که الان تفلک حال نداره، بچه های سینما به من گفتن که بیا برای ما یه کار سینمایی رو بازی کن، تو هستی و یه بازیگر حرفه‌ای به اسم آقای ایران منش. یه هفته بیشتر نیست بچه های سینما بودن، یدالله شهبازی بود اگه اشتباه نکنم، امیر شهاب رضویان بود اگر اشتباه نکنم، چند تا از بچه های سینمایی بودن، مژگان و امیر رو اسم کوچیکشون رو یادمه که یکیشون تدوین بود یکیشون کارگردانی، که من برای این دو زوج در واقع همسر بودم بازی کنم. اونجا آقای ایران منش فیلم کوتاه بود یا فیلم بلند بود خانم؟ نه فیلم کوتاه بود، فیلم دانشجویی بود. ها فیلم کوتاه بود، بله اسمش هم متاسفانه یادم نیست. ما که بازی میکردیم، من که بازی میکردم، بعد میدیدم آقای ایران منش یه جور غریب نگاه میکنه، بعد خیلی اذیت میشدم، بعد به مژگان گفتم این چرا اینقدر به من نگاه میکنه؟ گفت خیلی بازی تو دوست داره. گفتم اصلا بازیگری اصلا بازی چیه؟ من دانشجوی ادبیاتم. بعد آقای ایران منش به من گفتن که ما داریم الان یه کاری رو انجام میدیم، سریالی هستیم، سریال آقای غلامرضا رمضانی بود اسم سریال یادم، ولی میدونم که آقای نقش توقایی رو کی بازی میکرد؟ جناب آقای جیرانی توی من یک لحظه از حافظم رفت. دوستان توقایی کی بازی میکرد؟ فیروز بهشت محمدی. فیروز بهشت. آخه ببینید آقای جیرانی من چه آدم هایی رو دیدم. آره بله. فیروز بهشت محمدی. زنده یاد فیروز بهشت محمدی. بله. به من گفتن که آقای، گفتم کیا بازی میکنن؟ گفتن آقای بهشت آبادی هستن و بقیه بازیگرا و کارگردان غلامرضا رمضانی. آقای جیرانی من 100% برخلاف میلم و فقط رو حرمت کلام آقای ایران منش گفتم بذارید برم ببینم، حضوری بهشون میگم نه من نمیام. منم یه عینک میزدم خیلی جدی زدم، خیلی جدی بودم، یه روسری محکم میبستم و یه بارونی بلند بود، رفتم دفتر آقای رمضانی. بعد ایشون خیلی آدم راحتیه و خیلی نازنینه، اومدن و گفتن که آره ما فیلمو شروع کردیم، 80% 70% فیلم ساخته شده سریال و شما رو برای یه نقشی میخواییم. گفتم که باشه شما فیلمنامه رو بدید من بخونم، اگه دوست داشتم میام. گفت خیلی زیاده. گفتم هیچ اشکالی نداره جناب آقای جیرانی. تمام فیلمنامه رو گرفتم، نمیدونم چند قسمت بود، اومدم تو خونه نشستم تمام اینا رو خوندم و زیرش رو خط کشیدم و ایرادا رو گرفتم، گفتم ایراد ادبیات نمایش. بعد رفتم گفتم که این چهار برگ من اینا رو ایراد گرفتم. گفت دختر تو دیوانه ای، ما اینا رو گرفتیم. گفتم من بازی نمی‌کنم. به من گفتش که تو خیلی آدم جالبی هستی ولی دیوانه ای، من یه جایی میبرمه اونم شبیه خودت، هم همینطوری اتو کشیده و همینطوری دیوانه. گفتم که آره دیوونم. گفتم که من با شما جایی نمیام. گفت یعنی چی جایی نمیای؟ گفتم من به هیچ وجه حرفه‌ای نیست با شما بیام جایی. آقای جیرانی سریال داشت ساخته میشد، اینقدر غلامرضا رمضانی نازنین بود، پاترولای آبی تلویزیون بود اون موقع، اون از سر صحنه آوردن، نمیدونم یادم نیست از کجا بود، به من گفت با این میای دفتر اونجایی که میخواییم بریم؟ گفتم خدایا حالا به این چطوری بگم نه، من اصلا بازی میخوام بکنم، من فقط تئاتر. گفتش که تو بیا اونجا فضا رو ببین، اونا با من فرق دارن، اونا همینن، تو خط بکش و نمیدونم اونا هم همین سرشون درد میکنه برای این چیزا. منو بردن دفتر آقای شاه سواری نازنین توی پیچ شمرون. من وارد خونه که شدم، من اون فضای قدیمی رو خیلی دوست دارم، انگار که یه چیزی تو قلب من به من گفت اینجا مال منه، به من تعلق داره. من از پله ها رفتم بالا، آقای غلامرضا رمضانی هم با من اومد، با همون لحن خودمونی گفت براتون بازیگر رو بردم و رفت. من موندم وسط چارچوب در،
دیدم آقای بعد شناختمشون آقای شاه سواری و آقای لبخنده نشسته بودن رو به رو و داشتم قهوه میخوردم یا چای میخوردم. بعد هر دوشون با تعجب بهم نگاه کردن. من فقط ایستاده بودم. گفتن که خب بیا بشین ما از توی تست بگیریم. گفتم من نمیخوام بازی کنم. گفتم خب برای چی اومدی؟ گفتم فقط به احترام و حرمت کلام ایرانمنش و آقای رمضانی. من نمیخوام بازی کنم. گفتن که خیلی خوب بیا بشین حالا با هم گپ و گفتگو کنیم. بعد دیدم آقای لبخنده با آقای شاه سواری خیلی صحبت میکنن. بعد از من تست گرفتن، گفتن که یه شماره بده با تماس بگیر. بعد من گفتم خب تستی چی گرفتن؟ اولی که اومدی فهمیدی اونا دیوانه هم مثل خودت؟ آره از نگاه فهمیدی اونا دیوانه هم مثل خودت؟ دقیقا نگاه هاشون خیلی دیوانه و بی نظیر. آقای جیرانی تأثیراتشون رو بعدها توی زندگیم فهمیدم. تأثیراتش؟ آدمی مثل آقای وجود این آدم ها بله. من از آدم ها بسیار آموختم. خب چه تستی دادی؟ تقریب... چه تیکه ای رو بازی کردی براشون؟ یادت میاد؟ برام با اصلا فیلمنامه به ما نشون ندادن تا زمانی که انتخاب شخصیت کردن. نه چه تیکه ای گفتم برات بازی کن؟ بازی نکردم اگه درست یادم باشه. بهم گفتن جلوی دوربین کلوزآپ ازم گرفت نیمرخ، بعد گفتن راه برو، بعد منم اصلا شخصیتم همون مریم افشار بود و توی دلم خود من میدونستم از خجالته، ولی چون به عنوان یک زن میدونستم آسیب پذیرم در این جامعه مرد سالار، خیلی قیافه خشک و خیلی جدی و که حتی به آقای غلامرضا رمضانی گفتم من با ماشین شما نمیام دفتر که ماشین سازمان رو بود، گفتم دیوونه است. ولی خجالت افرال سازمان رو بله ولی خجالت میکشیدم، یعنی خیلی خجالتی بودم، هنوزم هستم ولی نه به اندازه اون موقع. که تو وصل شدی به سریال در پناه تو، درسته؟ بله، ما دو ماه تمرین داشتیم اگه اشتباه نکنم. نقش محمد پیدا نشده بود، من بودم، پارسا بود، عطابک نادری بود، بچه های دیگه تمرین میکردیم و این من رو به وجد آورد. آقای لبخنده به من گفتش که ما تمرین تئاتر داریم و انگار منو گول زد. گفتم که باشه من تمرین ها رو میام، ولی من فیلم بازی نمی کنم، من با دوربین مشکل دارم. این نمی دونم چرا انقدر گارد گرفته بودم. تمرین گفتم دیوانگی جنون است دیگه. تمرین کردیم زیر زمین دفتر آقای شاه سواری بود تا علی دهکردی رو میخواستن. علی دهکردی سر کار بود تا حسن اومد، حسن نازنین، حسن جوهرچی پید اومد کار که بعد حالا روز آخر تمرین به ما آقای لبخنده گفتن بشینید ما نقشه رو، من نقشه رو بهتون بگم. و خیلی جالبه آقای جیرانی همه فیلم نامه رو اون لحظه که تمرین میکردیم نقشه تو معلوم نبود تو تمرین؟ اصلا نه نه. پس چی تمرین میکردیم؟ تمرین بیان، تمرین بدن، بعد رو کردن کارهای آموزشی. آره بله تمرین، یعنی سناریو رو تمرین نمی کردین؟ نه نه نه. بعد پارسا پیروزفر خب خیلی جدیه توی تئاتر، بعد من همش سعی می کردم روش رو کم کنم، مثلا با تمرین بیان قوی، با تمرین بدن و این کلنجار رفتنه یکی از یکی شیرین تر بود. ما روی همدیگر رو کم نمی کردیم که نقش رو بگیریم، ما روی همدیگر رو کم می کردیم که بگیم چقدر ما تمرین تئاتر برامون جدیه. ببین من تمرین بیان کردم اومدم سر تمرین کارهای آقای شاه سواری، آقای لبخنده، خیلی عالی بود. بعد که ما نشستیم آقای لبخنده، آها دختر رو اکثرا فیلمنامه رو می دونستن چیه ولی من اصلا نمی دونستم مطلقا. آقای لبخنده گفتن که پارسا نقشش اینه، پارسا یه اسم دیگه ای داشت و فیلم نامه تفلک رامین بود، حسن جوهر، حسن نبود اون موقع نخه. بچه ها رو تقسیم کردن، بعد گفتن که
شما هم مریم افشار. بعد من هیچ احساسی نداشتم. دخترا گفتن که آقا ما با چادر میایم سر کار، این اصلا چادر سرش نمیکنه، ما نقش رو بگیریم. اعتراض داشتن، گفتم دخترا اسم مشخص داشتن. دخترا دخترا توشون دخترا سحر سحر زکریا، من اسم گفتم، من مشکل اسم دارم، سحر بود، معصوم کریمی بود، شهرزاد عبدالمجید بله. بود. گفتم با هم اینا تو تمرین ها بودم باشم. بله بله بله، همه هممون تو تمرین بودیم و خیلی جدی. نگین صدگویا هم بود، خواهر بله، شیرین بله، بله. بینای نازنینم. من گفتم که خیلی خوب نقش من دیدم، شاید بیان نکردن، به هر حال آدم از رفتارشون متوجه میشه که غمگین شدن. انتظار چون سناریو رو میدونستن، انتظار داشتن که نقش مریم افشار رو بگیرن. بله بله، چون چادرم سر میکردن میومدن، من یادم شهرزاد عبدالمجید با چادر میومد که شاید نشون بده که من توانایی اینو دارم که با چادر. خب کار خوبی هم میکرد، کار به نظرم خیلی کار درستی کرد. بعد آقای لبخنده گفتن که این نقش هاست. بعد من گفتم خیلی خب نقش منو بدید به بچه ها، من اصلا نمیخوام بازی کنم، من میخوام برگردم. آقای لبخنده گفتن فردا ساعت 8 صبح بیا این دفتر. گفتم باشه. گفتم دیگه آخرین باریه که میام. گفت باشه، شما برای آخرین بار پاشیم بیا این دفتر. آقای جیرانی، من رفتم دفتر، توی اتاقی که مطالعه بود، دفتر خود آقای شاه‌سواری، میز بزرگ و بسیار باشکوه بود، دیدم انبوه فیلمنامه رو گذاشتن اونجا. به من گفتن که تو مگه ادبیات نیستی؟ خب بخون. آقای جیرانی، من از صبح شروع کردم به مطالعه این فیلمنامه، شاید حدودای 8 و 10 شب بود که منو به زور بیرون داشتن میکردن که پاشو برو فردا بیا بخون. فیلمنامه به قدری زیبا بود و به قدری درست بود که من همش فکر میکردم خدایا بس اون چیزایی که من تو حالا خوندم چی بوده و این چیه، چقدر اختلاف هست و چقدر تفاوت. آقای طالبزاده بود، علیرضا طالبزاده هستن، کار میکنن. بله بله. اصلا فوق‌العاده بود. بعد من همش فکر میکردم یه پیره مردیه، یه مرد برای تلویزیون دیگه. بله بله بله. بعد فکر کردم یه آقای مسنیه، یه آقای جا افتاده یه که آدم ها رو میشناسه، زنها رو میشناسه و انقدر خوب تحلیل کرده. بعد دیدم نه، یه پسر خیلی جوونیه و خیلی حسودیم شد بهش که چقدر خوب مینویسه، من هرگز نمیتونم مثل ایشون بنویسم. اصلا اون چیزی که پخش شد میتونم بگم 1/100 فیلمنامه ای بود که من خوندم. فیلمنامه بی نظیر بود. 1/100ش در اجرا کم شد یا در ممیزی کم شد؟ در ممیزی اصلا کارو نابود کردن، یعنی به قدری این کار قوی بود و انقدر درست بود. یک تراژدی بود که انگار از رگ و خونه هر آدمی میتونه بزنه بیرون. برای همین به نظرم ماندگار شد. اون غمه، اون اندوهه، اون تراژیکه خیلی آشنا بود. خیلی با زندگی همراه بود. خیلی روانشناسی خوبی داشت. آسیب شناسی خوبی داشت. فرمش خوب. همان گذشته خانم زنگنه، دلیل این همه ممیزی رو چی میدونی؟ زیبایی شماها، خوشگلی و نسل جوانی که تو فیلم داره بروز میکنه و شکل شمایل تازه‌ای داره و این شکل شمایل تازه و زندگی مدرن همراه سنت داره همه چیز رو عوض میکنه، چی بود اون ممیزی، دلیلش؟ اون چیزی که من نظر کاملا شخصی رو میگم، من فکر میکنم به هر حال فضای بعد جنگ بود آقای جیرانی و بله بله، فضا خیلی سنگین بود، مردم داغدار بودن، مردم حالشون بد بود، فضا آشفته بود و یک دفعه یک فضای عاشقانه دانشجویی سزلی، یعنی 3 پسر بودن که عشق مثلث، بله بله بله، عشق مثلثی که یک دختر بود و 3 در واقع پسر بودن و جالبش این بود که دختر محجبه بود و این عشق رو انقدر زیبا آقای طالبزاده نوشته به نوشتار در آورده بود که
تلویزیون احساس میکنم نمیتونست از این بگذره، ولی نمیتونست تحمل کنه مثلا خوش‌چهره بودن پارسا رو. پارسا رو اون چیزی که من یادمه 3 بار 4 بار 5 بار گریمش رو عوض کرد. الان متوجه شد برای که زیبا نباشه. آره زیباییشو بگیرن تو گریم. بله بله متاسفانه. و این همه اون چهره ها اون موقع زیبا بودن و بله اولین بار بود که ما یک محیط دانشجوی سرحال سرزندهی و در واقع و معتقد به سنت و در واقع و زیبا می دیدیم و این خیلی نقطه زری چیزی بود در واقع. خیلی سلامت و خیلی تر و تمیز بود همه چی. بعد چادر من رو به من می گفتن که به من گفتن که چادر سرشه ولی چادری نیست. بعد گفتم خب من اینجوری بلدم چادر سر کنم. چادر یعنی موقعی که بازی کردی چادر سرت کردی گفتن چادر سرته ولی چادری نیستی، یعنی بلد نیستی چادر سرت کنی؟ نه 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 نه، ما فیلم برداری کردیم بعد تلویزیون میدید دیگه چک میکرد. اعتراضشون این بود که این دختر محجبه است، این دختر چادریه ولی رفتارش مثل چادری های دیگه نیست، غیر عادیه، نمیدونستن چیه. دلیلش هم این بود که اون چادری بود که لعیا سرش کرده که مریم افشار رو بازی کنه. شاید اگر اون چادر رو مثلا خانم معصوم کریمی بازی میکردن، خب از دیدگاه خودش رو فرم خودش حتما شخصیت دیگه خلق میکرد. لعیایی بود که چادری سر کرده که حالا مریم افشاره و این نامتعارف بودن و این تازگیه اذیتشون میکرد. سریال تازه بود، نگاه تازه بل. بود، شخصیت ها تازه بودن، فضای دانشکده تازه بود، عشق در اون شکل شمایل تازه بود، زندگی مدرن همراه متوخ فیلم بود در حالی که شکل شمایل سنتی بود و در واقع اینا همه چیز تازه بود. در واقع اینا خیلی نکته ظریفی بود تو سریال. اگر بخوایم تاریخ سریال سازی در پس از انقلاب رو بررسی کنیم، در پناه تو یکی از مهمترین سریال هایی است که ساخته شده، یعنی مهمترین سریالی که میشه روش بهش صحبت کرد. شانس شما بچه‌ها رو شما آقای جیدانی شما بفرمایید. آقای جیدانی شما که اهل فن هستین و یکی از بزرگان سینما، نه خب واقعیته، فکر میکنین دلیل ماندگاری و دلیل جذابیت و دلیل اینکه ما الان داریم راجع به این سریال حرف میزنیم بعد 20-25 سال، خودتون فکر میکنین چی بوده؟ این خیلی سخته، تحلیل خیلی سختی داره، ولی به هر حال روح زمانه در اون سریال بود، جلوتر از زمانش بود. یعنی زمان در واقع یک چیزهایی رو میخواست، زمان یعنی در واقع میخواست که جلوتر از زمانش سریال حرکت کرده بود و اون زندگی مدرنی که الان دیگه برای همه عادیه و یه مقدار پذیرفتنیه تو خیلی سریال‌های بعدا هم بود، اون زمان برای اولین بار بود که ما می‌دیدیم و چهره زیبا و زندگی میشه سنت رو زیبا نگاه کرد، زیبا دید. و این نکته خیلی مهمیه، یعنی در واقع نکته خیلی مهمه، میشه زن چادری رو زیبا دید، همه زیبان، یعنی همه چیزی میشه زیبا دید، یعنی سنت رو میشه زیبا دید. یعنی این زیبایی توی فیلم خیلی بروز کرد و در واقع و بعدم بذبه و اینکه آدما تحصیل کرده هم بودن، سواد هم داشتن، این نکته خیلی مهم بود. ببینید برای اولین بار بود که سریال میرفت وارد طبقات تحصیل کرده میشد، یعنی قشر تحصیل کرده میشد. اینا خیلی نکته مهمی بود که در واقع ما قبلا هم داشتیم سریال، ما خانواده های سنتی خیلی خوبی تو سریال داشتیم، ما خانواده های پایین سنتی خیلی خوبی قبل از اون هم ما تو سریال ها داشتیم و خیلی خانواده ها در اومده بودن، ولی اینجا یک تفاوت های اساسی داشت. بعد اما اون زیبایی شما ها کار دستتون داد دیگه، سریال در واقع بابتون زیبایی آسیب دید، هم شما هم پارسا و همه. زیبایی فقط فیزیکی نبود، روح کار خیلی معصوم بود. بله بله بله، تمام فرمایشات شما درسته. بعد آخه ببینی آخه توی سریالی که سعید پرصمیمی نازنین و بزرگوار من باشه، مگه میشه بد باشه؟ سعید پرصمیمی جزو محبوب ترین بازیگرای منه، بی‌نظیرم.
فکر کنید توی سریال سعید پورصمیمی هست، خانم سرای قاسمی نازنین هست، ایرج راد نازنین، بعد حسن جوهرچی، یعنی انقدر همه معصوم بودن بچه ها، پارسا پیروزفر نازنین، یعنی واقعا بعد از سالها انگار که خانواده‌ای هستن که خودت انتخاب کردی، انگار خانواده‌ای هستن که تو با جان و دل اینها رو پذیرفتی. بعد از دست دادن حسن خب خیلی میتونه بهمون آسیب بزنه، اذیتمون کرد، ولی همین اذیت قشنگ بود. یعنی توی دنیایی که آدم‌ها از هم دورن، درگیرن، آدم‌ها همه با خودمون، همه به خودشون فکر می‌کنن، می‌خوان انگار گلیمشون عذاب بکشن چون شرایط سختیه. ولی اون دوره آدم‌ها، ما همدیگر رو می‌دیدیم، ما مراقب همدیگه بودیم. من یادم بارها از خانم، از آقای راد یا از حسن از ما حرفه‌ای‌تر بود، کار کرده بود، از حسن سوال می‌کردیم و یواشکی میومد بهمون میگفت. تصویربردار ما جواد صفا بود. آقای جیرانی الان کار نمی‌کنه. یکی از تصویربردار خیلی خوب آقای صفا، و به غیر از اینکه کارشون خوبه، خودش انقدر نازنین بود، انقدر این آدم‌ها خوب بودن. آقای آبنار، ناصر شکوهی، گیریم، آقای رادمنش، مدیر تولیدمون شهرام زاهدی نازنی، اصلا یعنی گروه، نمیدونم، میگم یک هدیه، انگار یک هدیه آسمانی بوده برای من. و تأثیر آدم ها رو اومده بودن، از دانشکده هنرهای بله. زیبا اومده بودن و اتفاقا یکی از شاگردان آقای سمندریان هم مثل که بودن و به ایشون هم اعتقاد داشتن و در واقع خود آقای لبخندم خیلی مهم بودن، به ویژه آقای طالبزاده سناریستتون که و آقای شاهسواری تهیه کننده تون، همه الان چهره های خیلی مهمی اون زمان بودن که شما کار کردید. و ما اون زمان نمیدونستیم اینقدر فوق‌العاده‌ان، بعدا متوجه شدیم چقدر فوق‌العاده‌ان. خب سریال خیلی خوب گرفت، همون از اولین قسمت ها سریال گرفت، میرفتی خیابون، ارتباطات، تلفنات چجوری شد باد؟ خیلی سوالاتتون اون ته خاطرات من رو به هم می‌ریزه و من رو یکم هیجان زده میکنه. آقای جیرانی آدمی که تمام زندگیش مطالعه بود و من اصلا بیرون نمی‌رفتم مثل بچه‌های دیگه بازی کنم، من دوچرخه سواری بلد نیستم چون اصلا بیرون نمی رفتم. تمام زندگی من این بود که یه محیط امن به من بدن و من بتونم به راحتی مطالعه کنم و نقاشی کنم برای خودم. بعد یک دفعه اومدم تئاتر کار کردم و اولین اینم دوست دارم بهتون بگم، توی اجرای تئاتر یادگار سالهای شن، قاب های آقای دکتر رفیعی بی نظیره، یعنی زیبایی بله بله. این آدم اصلا من بهتر از ایشون ندیدم دیگه. قاب های تئاترشون هر کدوم یه نقاشی بود. روز اولی که ما اجرا کردیم هر کدوم از بازیگرها یه جمله میگفتن و در واقع کار شروع میشد. به من که رسید جمعیت من رو گرفت، یعنی اصلا لال شده بودم. تانیا جوهری جمله من رو گفت و اصلا تماشاگرها متوجه این اتفاق نشدن. یعنی میخوام بگم که انقدر در هم آمیخته بودیم و انقدر همه مراقب هم بودیم و اونها مراقب ما بودن. این تو در پناه تو هم اتفاق افتاد. بعد احساس تنهایی نمی کردم، یعنی مثلا توی جلوی دوربین احساس تنهایی نمی کردم چون جواد صفا پشت ویزور بود، چون آقای لبخنده بود، سعید پورصمیمی بود. ولی وقتی که کار پخش شد، من وارد خیابون شدم، آدمی که گمنام دوست داره زندگی کنه و کسی نبیندش، یهو دیدم همه به من نگاه میکنن و من یادم برگشتم، فکر کردم لباسم اشکالی داره. خدای بزرگ چه اتفاقی افتاده.
بعد دیگه نتونستم برم. یعنی انقدر حجم این اشتیاق و این کنجکاوی زیاد بود که نتونستم. و هرگز فراموش نمی کنم، ما طبقه سوم بود منزلمون، تمام راه پله ها غرق گل بود آقای جیرانی، از طرف مدارس، از طرف دانشگاه، از طرف ادارات دولتی. اینکه این دختر چادری و چادر رو ما رو چادری کرد. بعد من شرمنده می شدم و عذاب وجدان داشتم چون من چادری نبودم. ولی اون ارتباط عمیقی که با مردم پیش اومد، اون توجهی که پیش اومد، یه چیز گروهی بود آقای جیرانی، تک نبود، یعنی فقط من نبودم، یعنی یه گروه پشت من بود. اون توجه فقط به لعیا نبود که مریم رو بازی، مریم افشار رو بازی کرده، ایرج راد بود، خانم قاسمی بود، حسن جوهرچی بود، پارسا پیروزفر بود، معصوم کریمی، سحر، همه بودن. و من این رو هم منو ترسون و همین که منزوی ترم کرد. منزوی تر کرد؟ بله. چرا؟ من میترسم از آقای جیرانی، من خیلی میترسم از حرف زدن، من خیلی میترسم از این که من با کلمات خیلی مشکل دارم، از این که مثلا اگر یکی بهم میگفتش که بیا با هم عکس بگیریم، نمیدونستم با چه جمله‌ای بهش بگم که من راحت نیستم که با تو عکس بگیرم، من راحت نیستم به تو امضا بدم. و باعث میشد که جاهای عمومی کمتر برم، اصلا نرم. شهرت و این همه شناخته شدن درگیری من نبود، انگیزه من نبود، اولویت من نبود، اصلا بهش فکر نمی کردم، اصلا تو ذهنم نمی اومد که یهو مردم منو ببینن. من تنها عشقم این بود که هر روز که میرم سر کار در پناه تو سر فیلم مرداری، اگه 6 صبح ما آفیش بودیم، آقای جیرانی من 4 صبح بیدار می شدم، حتما تمرین بیان می کردم، این بالش رو می زشتم جلوی دهنم، تمرین بیان می کردم، ورزشم رو می کردم، دوش می گرفتم، صبحانه خوب. و سرویسی که می اومد دنبال من به من می گفت تو کی بیدار می شی از سر حالی؟ بعد من اصلا دوست نداشتم باش صحبت کنم، چون فکر می کردم اون فضای مریم افشار و اون سکانس رو از دست می دم. ولی برای اون آقای سرویس ناخوشایند بود، چون میدید که این دختره مثل برج زهرمار میاد میشینه. ولی من برج زهرماری به خاطر این بود که درگیر سکانسان بودم، درگیر کارم بودم و اون آقارم خیلی دوست داشتم که صبح زود میاد سر کار، ولی نمیتونستم بیان کنم، برای همین سکوت میکردم. یا مثلا فیلمنامه رو میگرفتم جلو که با من حرف نزنه. درگیریم نبوده و نیست، الانم همینم. من چیز دیگه ای رو انگار جستجو کردم و پیدا کردم و الان خیلی باهاش راحتم. خانم زنگنه، پیدا شد. چه صحنه ای از اون سریال حذف شد که حسرت میخورین و دلتون میخواست اون صحنه حتما بمونه؟ صادقانه بهتون بگم، سکانسایی که در رابطه با پارسا بود. سکانسی پارسا اکثرش 99% حذف شد. اصلا بخش زندگی پارسا حذف شد جناب آقای جیرانی. آقای رشیدی قرار بود مادرشون رو بازی کنن، اگر درست یادم باشه آقای رشیدی پدرشون بازی کنن. بله قرار بود پدرشون بازی کنن. بله بله، خاطره من به من یادی نشد دیگه. بعد از صحنه خودت چه صحنه‌ای هست شد که دوست داشتی؟ از صحنه خودت چه صحنه‌ای هست شد که دوست نداشتی از بشه؟ صحنه‌ای بود که محمد میاد منزل مریم، ازش خواستگاری میکنه و مریم پسش میزنه، یعنی کادوشو پس میده، گلش هم پس میده، که ما اینو گرفتیم. بعد تبدیل شد به تلفن، گفتن که این دوتا تو اتاق نباشن و من واقعا نمیدونم یعنی چی، معنیش چیه. فکر کنید خواستگار اومده، مادر من داره پذیرایی میکنه، بعد محمد شروع میکنه به صحبت کردن و مریم عصبانی ازش، بعد با فاصله نشستن
ما این سکانس رو گرفتیم ولی بعد حذف شد و شد تلفنی. گفتن محمد بره تو خیابون زنگ بزنه و با مریم صحبت کنه. چه سالی سریال در پناه تو ساخته می شد؟ 73 تا 75. 73 سالها بعد همین صحنه ها در تلویزیون پخش شد ها. یعنی ببین سالها میگذره و ما ببین یک چیزهایی در یک زمان ها سختگیری دارن و بعد اون زمان ها متوجه میشن که این سختگیری ها اشتباه بوده، ادامه میدن که در صحنه های جای دیگه هست. خیلی صحنه مرسی دیگه چه صحنه بود که دوست داشتین و هست شد؟ بعد از این الان از این ور بوم افتادیم، یعنی اتفاقایی داره تو کارا میفته که متاسفانه از نظر من، نظر خودم رو میگم، اصلا خوشایند نیست. یعنی من خجالت میکشم وقتی یه فیلمی رو میبینم، شرمنده میشم و اصلا دوست ندارم تا آخر ببینم و دوست ندارم خانوادم این فیلم ها رو ببینن، واقعا خجالت میکشم. صحنه دیگه الان حضور ذهن ندارم جناب آقای جیرانی. در پناه تو خانم اشکال نداره، خانم زنگنه شما به سرعت چهره شده جا. به سرعت بعد از نمایش پخش سریال چهره شدید. من دقیقا یادم اون سالها چهره شدید شما و آقای پارسا پیروزفر و آقای جوهرچی عزیزمون که زنده یاد جوهرچی به شدت چهره شدید و همه ذکر خیرتون بودن. شما ستاره اون فیلم بودید تا اونجایی که من یادمه. برحال همه راجبه اینکه با شما کار کنن صحبت میکردید. بعدش البته شما رفتید سریال قلب منه آقای لبخنده دیگه، همه تون تیم رفت دیگه. بله اون سریالو اصلا من قرار، بله درست میگه، قرار نبود اصلا من برم. من یک بیماری خیلی بدی گرفتم، افسردگی شدید داشتم. چرا؟ خودم از آقای در اونج شهرت افسردگی داشتین خانم؟ بله من افسردگی شدید چرا؟ ترجیح میدم رجوع شرط نزنم. اشکال نداره بس. مرسی. آره. خودم زنگ زدم به آقای لبخنده، گفتم من میخوام که کار کنم، باید از خونه بیام بیرون. به من گفتن که خیلی خوشحال میشم. پارسا قرار نبود باشه، بعد پارسا اضافه، یعنی بعد پارسا هم قبول کرد که اومد و یه تیم خیلی خوشگلی شدیم. خانم نادری نازنینم، خانم قاسمی بزرگ، جای آقای طالبزاده تو قلب من خالی بود، چون یکی از ارکان موفقیت و بی‌نظیر شدن در واقع در پناه تو آقای طالبزاده بود. ای کاش تو قلب من آقای طالبزاده اصلا برای خودش 100% جدا بود، یعنی بخشی از اون موفقیت نبود. به نظر من متن یک طرف بود، یک سو، و تمام کار در کفه دیگه ترازو. اینقدر متن فوق‌العاده بود. اگر تو قلب منم آقای طالبزاده باز کنار آقای لبخنده قرار می‌گرفت، تفاوت عظیم میکرد. ولی خب دومین سریالتونه، اونم سریال محبوبیه، اونم سریال محبوبیه، اونم سریال دیده شده. کار خوبی بود جناب آقای جیرانی، چون منو نجات داد، یعنی حالمو خوب کرد. دیدن خانم نادره توی کار، بله من حالم خوب شد. خانم خدا بیامرزه، اینقدر آدمایی رو میبینیم که ما باید بگیم خدا بیامرزه. بله خانم نادره یادشون بخیر، حمیده خیرآبادی یا خانم نادره یادشون بخیر. آره بله. خب دو تا سریال شروعت خیلی عالی بود، شروعت در تلویزیون بی‌نظیر بود. حتی سریال سومت، سریال آقای فرهنگم، تولای دیگرم سریال خوبیه. یعنی مجموعه سریال آره با سریال خوبی شروع کردیم. خب احساس میکنم آقای جیرانی نازنین، برای اینکه ما تو مدیوم تلویزیون بازی نمی‌کردیم، یعنی کارهایی که کار آقای فرهنگ نازنینم یا در پناه تو، به نظر من اصلا تو مدیوم تلویزیون نبود و بعد اوجش مدار صفر درجه. بله. یعنی اصلا تلویزیونی نبود. حاصل کار با یه سری کارگردان‌های خوب تلویزیون، سریال‌های بسیار تأثیرگذار که الان جاشون در تلویزیون به شدت خالیه. نه تلویزیون فاقد اون سریال هاست، یعنی نداره، تلویزیون خالی از سریال خوبه. یعنی در واقع اون زمان ما این سریال های بسیار خوبی داشتیم، مثل مدار صفر درجه و حتی سریال آقای احمد امینی، اگر اسمش یادم رفته، باران عشق بود اگه اشتباه نکنم دیگه،
آقای احمد امینی چقدر دیگه. خوب یادت میاد. آره احمد امینی اون در واقع اونم در واقع اونم بود. آره آره اون سریال هم بود که اینا مجموعه سریالی بود که شما بازی کردید و سریال خوبی بود. توی وسط به شما پیشنهاد فیلم جانم؟ من معذرت میخوام یه چیزی رو بگم. بله. این یادآوری که میکنید برای من تأثیرش و مخاطب یادم نمیاد، یعنی من به این فکر نمیکنم که مردم خوششون اومده، یعنی چیزی که من رو به وجد میاره حس پشت صحنه کارهاست. یعنی تو اینجا که شما سریالا رو که فرمودین انقدر پشت صحنه فوق‌العاده بود، اونی که من رو الان به وجد میاره و بعد مخاطب من، یعنی وقتی مخاطب من اون کار رو دوست داره، مثلا هنوز به من میگه که من مهربان جون رو دوست دارم، تو با بچه ها بودی، این برای من در وهله بعده. برای من اتفاقای بزرگ زندگیم که اتفاقای اساسی زندگیم رو رقم زد آدم های اون کارن. آدم ها برام خیلی مهمن. فکر کنید بعد از این همه اتفاقای خوب حالا اومدم تو کار داریوش فرهنگ، خودش کارگردان بسیار اصلا درجه یک و بسیار بازیگر خوبی هستن، فکر کنید من جمیله شیخی میبینم. یعنی دیدن و کار کردن با جمیله، خانم جمیله شیخی، بانو جمیله شیخی، برای من انگار یک راه دیگه گشوده شد، انگار که یه دنیای دیگه برای من باز شد. معلمای خیلی خوبی داشتم، من اساتید فوق‌العاده‌ای داشتم، یکیش خانم جمیله شیخیه، یکیش سعید پورسمینیه، یکیش ایرج راده، بعد میاد جلوتر امین تاروخه، بعد میاد جلوتر کیا رو بگم، یعنی انقدر نازنینن. ولی بعد انگار که شکاف پیش اومد، یعنی یک شکاف عمیق بین چیزهایی که من دوست دارم، من باهاشون بزرگ شدم، من به خاطر اونا دارم زندگی میکنم. خانم یه نسلی به نظر من، نسل شماها، بله بله، نسل شماها نسل موفقی بود، هم در بازیگران مرد هم در بازیگران زن. فاصله افتاد بین نسلها دیگه، یعنی نسل بعدی به قوت نسل قبلتر نشد، یعنی قبل این اتفاق افتاد. خانم زنگنه، حالا این وسط شما چهره شدید و سینما هم دنبالتونه. اولین فیلمتون فیلم راز میناست که من یادمه فیلم آقای عباس رافعی. بله بله، یه لحظه از حافظم پرید آقای رافعی. فیلمی که بر اساس فیلمنامه گلوریا بود که فیلم معروف دوست داشتنی منه، یعنی فیلمی که جینا رولانز بازی میکرد، فیلم آقای جان کاساویتیس که بعداً هم لئونو ساختن از روش، و در واقع هر دو فیلم های بسیار شاهکاری هن، هم لئون و هم در واقع فیلم، البته این بیشتر وامدار فیلم گلوریاست که من خیلی دوست داشتم شما بازی کردید. آره. خب چطور شد سینما رفتید؟ سینما اولین کسی که اصلا اولین پیشنهاد من جناب آقای جیرانی قبل از در پناه تو، خیلی جالبه، آقای محمد علی سجادی بودن. به 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 چه خوب. بله. کارگردان بسیار خوب ما. بله. بسیار کارگردانه. خیلی با آدم. برای چه فیلمی پیشنهاد داد بهت؟ آقای جیرانی فیلم مهپلنگ بود. بله بله. و بعد فیلم گزل. بله بله بله. که یکیشون شهرستان بود، من نمیتونستم برم، همین قبل از در پناه تو اتفاق افتاد. بله معلومه. بله دوباره پیشنهاد داد و من خیلی دوست داشتم باهاشون کار کنم، چون خیلی بهم امنیت خاطر میداد، خیلی آدم آرومی بود توی دفتر، ولی بعد توی کار اونم یه جوری دیوونه بود، یعنی یک جنونی داشت. دیوانه ها نابغن، همه دیوانه، شما دیوانه ها کار کردید. اصلا فوق‌العاده بود، یعنی یک جنونی داشت توی کار که اون دوتا کار سینمایی که من با آقای سجادی و فریبرز عرق و رنگ شب. بله بله بله. یعنی اینقدر فوق‌العاده بود این دوتا کار. فکر کنید فریبرز عرب نیا هست، آقای سجادیه، دوتا فیلمنامه عالی، یعنی اینقدر فیلمنامه ها خوب بود. اصلا شکافی که بین
در واقع کارهای قدیم من، یعنی انگار زندگی من دو بخش شده، قبل از سال دهه 80 بعد از دهه 80. این کارها من با اینها زندگی کردم، من انگار رشد کردم، انگار شکوفا شدم، انگار که من رو وارد یه دنیای دیگه کرد که انگار دنیای منتظرم بود، یه دنیای سخت‌تر، و من رو آماده کرد. یعنی چیزی که من رو اینجوری بهتون بگم، سخت بیان احساسم، چیزی که به من قدرت داد تا بعد رو ادامه بدم، آدم ها و کارهایی بودن که باشون برخورد داشتم. جمیله شیخی خیلی چیزها به من آموخت، خیلی چیزها که بعد توی زندگی یعنی پشت صحنه بیشتر برای من زندگی داشت، حرفه‌ای بود، آموزش داشت، عشق داشت، لذت داشت، تا این برای دوربی. ما دغدغمون شهرت نبود آقای جیدانی، ما دغدغمون نمایش دادن نبود، ما زندگی میکردیم، ما بازیگری رو زندگی میکردیم. مدار صفر درجه یکی از زیباترین اتفاقایی بود که برام افتاد. فکر کنید تهیه کنندتون میشه آقای بشکوفه، مدیر تولیدتون میشه آقای زاهدی، و از همه مهمتر کارگردانتون آدمی مثل آقای فتحی. با آقای فتحی که من نگاه کاملا شخصیم رو میگم، من هر بار که با آقای فتحی پشت صحنه صحبت میکردم احساس میکردم انقدر باید کلماتش رو نگه دارم و فراموش نکنم، ناراحت بودم از اینکه نمیتونم بنویسم. یه کتابه، یعنی هر بار که صحبت میکنه، برای اینکه بسیار آدم با مطالعه‌ایه و بیان خوبی داره، یعنی من هر چقدرم این کتاب بخونم تو بیانم مشکل دارم، من باید یک مثال بزنم تا منظورم رو برسونم. ولی حسن فتحی خوب صحبت میکنه، فرهیخت است، قشنگه، مثل ادبیات امین تارخ. شما وقتی با آقای تارخ صحبت میکنید لذت میبرید، حالتون خوبه، نوع کلمات، ادبیاتشون منو به وجد میاره، احساس غرور میکنم، احساس بزرگی میکنم، و اینکه هنوز دنیا جای خوبیه برای زندگی، چون کلامی که من میشنوم خیلی زیباست. کار آقای بشکوفه یک شاهکار بود برای من. اصلا تأثیرش رو میگم. بسیار درست میگی خانم. آثاری که بازی کردید، من حتی معتقدم مزاحم آقای الوند هم فیلم خوبی بود که ما بازی کردید، من اینجا یادم نمیره. حتی فیلم زنده یاد بهمن زرین‌پور هم جز فیلم های خوب زرین‌پور بود، هفت ترانه که بازی کردید، یک فیلم در واقع موزیکال عاشقانه که بازی کردید. و من بعدم نمیاد که در مورد تجربتون با کیمیایی صحبت کنم، سه کاری که با کیمیایی کردید، جرم اگه اشتباه نکنم، رئیس، و در واقع قاتل اهلی. راجب قاتل اهلی که خیلی دلم میخواد بهتون یه چیزی بگم، چون خیلی آزرده خاطرم و تا حالا بیان نکردم. صحبتتون رو بفرمایید راجب کارهای آقای کیمیایی، منظورتون راجب قاتل اهلی اول صحبت کنید و اصلا بعد کلن راجب کیمیایی کار و تجربه یاد دید. اول راجب قاتل اهلی صحبت کنم؟ آره شما نداری؟ نه شما هرچی بفرمایید، من انقدر به شما اعتماد دارم. میخواین اول از چی صحبت کنیم؟ اولین تجربتون رئیس و جرم صحبت کنیم، بعد برسیم مقاتله. آره این بهتره، مرسی. من اولین برخوردم، آشناییم با جناب آقای کیمیای نازنینم، یک فیلمی بود که قرار بود تو دفتر آقای شایسته فیلم برداری بهش تهیه بشه به اسم مانکن. من رفتم دفتر، یعنی لطف کردن به من زنگ زدن دفتر آقای شایسته، من رفتم اونجا، آقای کیمیایی رو دیدم، بسیار برخورد فوق‌العاده‌ای بود، من جزو آرزوهام بود که آقای کیمیایی رو از نزدیک ببینم، استاد ما هستن و بودن. یه جلسه 10 دقیقه‌ای شد 2 ساعت، راجب فیلم صحبت کرد، راجب مسائل متفاوت، راجب کتاب، راجب همه چی.
بعد به من گفتن که خبر میدیم. بعد اومدیم فیلم اصلا جریانش تغییر کرد، یعنی اصلا افتاد توی یک مسیر دیگه. بله همون فیلمی که قرار بود بهروز وثوقی هم بازی کنه توش دیگه، اگه اشتباه نکنم. بله که نشد. من درگیر یه سری مسائل زندگی خودم شدم. بعد از اون سال، اگر اشتباه نکنم، سال 85 بود که همیشه می خوشبختی رو دارم و داشتم که خودشون زنگ می زدن که خیلی برام لذت بخشه. آقای کیمیایی خودشون تماس گرفتن برای کار رئیس، که من یادم اومدم ایران و انقدر بیمار بودم که برای مداوا رفته بودم خارج از ایران. اومدم ایران، انقدر تصادف جالبی بود، من توی داروخانه بودم، آقای طراح صحنه ما، آقای همسر خانم قوقا بیاد کی هستن؟ آقای رامیفر گفتم من مشکل اسم دارم. آقای رامیفر رو توی داروخانه دیدم، خیلی تصادفی. مثلا من دیروز رسیده بودم، منو دیدن، او تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم من دارو بگیرم. گفت آقای کیمیایی و بچه ها باهاتون تماس میگیرن، نیستی؟ که من بلا فاصله رفتم دفتر آقای کیمیایی و خیلی خیلی سریع رفتیم برای رئیس با فرامرز غریبیان بزرگوار. خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود، خیلی. و باز به مجموعه خوشبختی های من اضافه شد. آقای جیرانی، تکنیکی که آقای کیمیایی توی بازیگیری داشتن اینقدر نو بود و اینقدر تازه بود که من اینقدر شوکه شده بودم، چون اصلا یه سیستم دیگه است. من از اتاق اومدم بیرون و به بچه ها گفتم که از آقای کیمیایی خواهش کنیم از طرف من که تشریف بیارم، من باشون کار دارم. آقای کیمیایی اومدن و من به شدت گریه کردم و گفتم که من نمیتونم از پس این نقش بر بیام، برای اینکه این متدی که شما دارین، این برخوردی که شما دارین، من اصلا برای من تازه است. گفتن که شما دارید در واقع، میخواستن بگن که من که همچین جسارتی نکردم، ولی میخواستن بگن داری به من بی‌احترامی میکنی چون انتخاب من بودی. گفتم نه، من در قدرتم نیست، فکر میکنم نمیتونم. به من گفتن که نه، تو هم به من اعتماد کن هم به خودت، 10 دقیقه اینجا بشین و بعد برگرد. و رئیس خلق شد با آقای غریبیان نازنین و آقای کیمیایی. آقای تاروخ هم بودم راتون دیگه. آقای تاروخ بله، فقط من باشون همبازی نبودم متاسفانه، ولی با آقای غریبیان کار میکردم، بازیگر روبروم جناب آقای غریبیان بود. فوق‌العاده بود، حتی تکنیکی که آقای غریبیان دارن خیلی برام تازه بود. و چه تکنیک آقای غریبیان چی بود؟ خیلی نزدیک به کار آقای کیمیایی، خیلی به هم شبیهن. از فیزیک به حس میرسن. یعنی چی؟ یعنی که آقای کیمیایی اصلا نمیگن که چی کار کن. فیلمنامه رو همون موقع دادن، یه برگه کاغذ دادن، بعد فقط یه کوچولو میان میگن که تکیه نده به صندلی، بیا جلو و صحبت کن. بعد من میگم آخه نمیشه، این خانمه باید اینجوری صحبت کنه. میگه حالا اینم تمرین کن، خیلی آروم. بعد که فیزیک تغییر میکنه، اصلا یه اتفاقای دیگه ای میافته. یعنی از شکل بیرونی به حس درونی میرسیم. فهمیدم. بله. آقای غریبیان هم این حالت رو داشت. بله. مثلا یه سکانس شاهکار داشتیم با آقای غریبیان. آقای کیمیایی به هیچ وجه به بازیگر نمیگن چی کار کنید، خود بازیگر به بازیگر اعتماد میکنه و بی نظیر. یه جایی هستش که پسره اومده مواد فروخته، خانم مواد استفاده میکنه، پسره که میره
من زمین میافتم. بعد که آقای غریبیان تمرین میکردیم، بعد که آقای غریبیان تشریف میارن تو، دختر خانم دراز میشه پاشو بگیره. یعنی حس درونی خودم بود که کمک بگیرم، یعنی قدرت تو، پای تو، انگار که استقامت و استحکام و پشتبانه این زنی. و آقای غریبیان اینو گرفت، یعنی من بازی کردم، ایشون یکم فاصله شون از من زیاد بود. بعد تو تمرین بعدی این میدون و این اجازه رو به من داد که دستم بتونه نزدیک کفششون و نزدیک پاشون بشه. و همین رفتار کوچیک، یعنی من یکم دارم پراکنده صحبت میکنم، ولی میخوام بهتون بگم که چقدر من آدم خوشبختی هستم که یکی از خوشبختی های خودم رو با این آدم ها به دست آوردم. با هاتون بازی میکنن، با هاتون زندگی میکنن، نمیاد کار تو رو خراب کنه، نمیاد خودش رو جلوی دوربین بیاره تو. اصلا من اینا رو نمیفهمم، نمیفهمیدم تو این دهه 90 که متوجه شدم متاسفانه. خیلی اتفاق خوبی بود رئیس، خیلی آموختم. آقای کیمیایی بعد جرم پیش اومد بله. که آقای بهداد و بله. آقای پولاد کیمیایی و دیگران بله. اونجا تجربه شدم. پولاد بازی کردم، اونجا هم عالی بود، ولی خب خیلی کوتاه شد. یعنی آقای کیمیایی اون سکانسی که من با پولاد داشتم کوتاه شد، ولی چیزی نبود که من رو اذیت کنه، یعنی خوب بود. ولی دوست داشتم بیشتر مثلا آقای جیرانی ببینه که لعیا حالا توی نقشه یه زنی که گاراژ داره، اسب داره، آدمای بزرگی که منو میبینن بگن لعیا، آقای جیرانی بگه که لعیا اینجا نقش از عهده نقشه بر اومده. دلم میخواست این بیشتر دیده بشه و تلاش من رو ببینید، ولی خب خود آقای کیمیایی دید و این برای من نه دیده شد، همه چیزا دیده شده خانم. و قاتل احمی حس شخصی بودم. آقای جیرانی نازنین، من یه چیزهایی رو یاد گرفتم از با کسایی که باشون بزرگ شدم، همین آدم هایی رو که اسم بردم که هر کدومشون یک کتابه، انگار یک دانشگاهه. خب خانم خیلی خوب بود راجب جرم و رئیس صحبت کردیم، حالا بریم به قاتل اهلی و کار کردنتون با جناب پرویز پرستویی، استاد پرویز پرستویی. بله، قاتل اهلی هم همینطور بود. افتخار اینو داشتم که آقای کیمیایی تماس بگیرن بیام. چیزی رو که میخوام بهتون بگم، صدای من من یه چیزهایی رو یاد گرفتم از آدمهایی که باهاشون بزرگ شدم و اساتید من بودن. یه حرمتهایی وجود داره که من عاشقانه اونها رو انجام میدم، یعنی من به حرمت کلام شما، به حرمت وجود شما، وقتی که از طرف شما تماس میگیرم هیچ سوالی نمی کنم، یعنی با کمال میل میپذیرم، چون شما پشت این دعوت هستین. همین رو در برای آدم هایی که برای من مهمن و دوستشون دارم و یه حرمتی دارن مثل آقای کیمیایی، من خودم رو موظف میدونم که انجام بدم، یعنی هیچ کار عجیب غریبی نکردم. من محال ممکنه با آقای کیمیایی نازنینم این جسارت رو بکنم که عدد بگم با تهیه و تولید، اصلا محال ممکنه. به هیچ وجه من همچین کاری نمی کنم، همیشه سفید امضا می کنم، چون اون چیزی رو که خودم دوستش دارم در واقع خودم رو هم دوست دارم، یعنی یه جوری خودخواهانه هم هست، منت سر کسی نیست و کارم رو انجام میدم. فکر می کنم این همونیه که به هم یاد دادن حرفه‌ای زیستن. اما اتفاقی که تو قاتل اهلی افتاد که جریانیه که داره الان اتفاق میفته، من کاملا نظر شخصیم رو دارم میگم جناب آقای جیرانی، اینه که بله. تولید یه مافیا شده، یعنی تولید شده
همه کاره سینمای ما، حتی تو تلویزیون هم راه پیدا کرده. یعنی وقتی که من با آقای کیمیایی توی لوکیشن هستم، بعد آقای جیرانی فکر کنید منی که وارد پلاتو میشم، کفشم رو در آوردم روز اول. برای من اون فضایی که کارگردان میگه 3-2-1 حرکت، برای من جزء مقدس‌ترین حالت هاست که چند ثانیه شاید طول بکشه. من همون رو زندگی میکنم، همون برای من تنفس دوباره است و انرژی میگیرم برای اینکه دوباره پرتاب بشم به زندگی واقعیم، تو جامعه واقعیم، با مشکلاتی که وجود داره، مردم رو میبینم، رنج مردم رو میبینم. اون چند ثانیه کار کردن به من این قوت قلب و انرژی رو میده. حالا شما فکر کنید آدمی مثل من که با تمام هیجانش اومده آقای پرستویی اونجاست فضا، یه دفعه فکر کنید مونیتوره، بعد استادتون پشت مونیتور نشسته، یهو تولید میاد پشت مونیتور، تهیه کننده میاد پشت مونیتور که بازی تو رو ببینه. من نظر شخصیم رو میگم جناب آقای جیرانی، برای بله من بله. غیر قابل باوره. اون مونیتور حرمت داره، کرامت داره، تقدس داره. مگه میشه هر کسی بیاد پشت مونیتور و ببینه که کارگردان چه کادری چیده، چه بازی داره میگیره؟ برای من بسیار مهمه. شاید به دلیل همین حساسیت هامه آقای جیرانی نازنین خیلی اهل سینما منو دوست ندارن، چون زمانی که قرار میگیرم توی اون موقعیت بازی، من حتی بچه‌ام رو فراموش میکنم. من گاهی فکر میکنم بچه‌ام رو، فرزندم رو، گاهی موقع با خدا که حرف میزنم میگم خدایا منو ببخش ببخش ببخش، ولی فکر میکنم یه ذره بیشتر از تو دوستش دارم. بعد میگم نه نه، خدا رو بیشتر دوست دارم، ولی بعد میگم نه، من دخترم رو بیشتر دوست دارم، فرزندم رو بیشتر دوست دارم. فکر کنید توی اون لحظه که میگه 3-2-1 حرکت، شما من فرزندم رو فراموش میکنم، فرزندی که مریض، دست شکسته تو خونه است، مادرم مریض، مشکلاتی که همه آدم های معمولی دارن. و بعد شما یهو پشت مونیتور میبینید به جای اینکه چشمای آقای کیمیایی باشه و حضور آقای کیمیایی، پشت سرش یهو میبینید که تولید واسداده. و این بدترین ضربه ای بود که در اون، چون میگم من پشت صحنه زندگی میکنم، برای من پیش اومد تا زمانی که فیلم پخش شد و خیلی کوتاه شد. حالا آقای کیمیایی صلاح دونسته هر کاری که بکنه، همون حرف زیبایی که شما تو اون جلسه مطبوعاتی گفتید، کارگردان مؤلفه، فیلم مال کارگردانه. ولی الان اتفاقی که افتاده، تولید همه کار است، یعنی تولید میاد، تهیه کننده حتی انتخاب میکنه، بعد اسپانسرایی که میاد، بعد نفوذی که رو کارگردان داره، تولید حتی انتخاب کارگردان رو تحت شعاع قرار میده. آقای جیرانی، زمانی که کاملا متوجهم شدم، بله، زمانی که قاتل اهلی پخش شد، خب من با اون دلخوری میگم من پشت صحنه زندگی میکنم. من بعدش اتفاقی میفته، آقای جیرانی یک واقعیت رو بهتون بگم، نمیدونم خوبه یا بده، من به هیچ وجه کارامو بعدن نمیبینم، اصلا نمیبینم. من از مخاطب میفهمم که کارم درست بوده، کارم رو درست انجام دادم، چقدر با اون نقش رو راست بودم. مخاطب بهم میگه، همون راننده آژانس، همون آقای سوپرمارکت، همون آقای دکتری که میری مطب، پرستار، مخاطب من به من میگن که من چیکار کردم. خودم نمیبینم، مثل نقاشی هایی که انجام میدم، من نقاشی که میکنم، نقاش حرفه‌ای، حالا من که خیلی در اون حد نیستم، نقاشیش رو بر میگردونه، امضا که میکنه بر میگردونه، دیگه نمیبینه. ولی وقتی که دوستان میان، من کارامو نمیبینم. بعد که دوستان به من گفتن که توی قاتل اهلی تو فقط یه پلان بودی، خیلی برای من سوال بود که اصلا چرا اون یه پلان باید باشه، اصلا چرا حذف شدن. ولی میخوام بهتون بگم اینقدر حرمت قائلم به
به کلام خودم و به عشقی که به کارم دارم و اون تقدسی که وجود داره، هرگز هرگز این اجازه رو به خودم ندادم و نمیدم که به آقای کیمیایی بگم چرا کار من رو کامل هست نکردی، یا چرا فقط یه پلانه که پلانه معنای وجودی اون زن رو که من بازی کردم رو در کنار آقای پرستویی رو ادا نمی کنه. من نفهمیدم. میگم اون چیزی که برای من پخش شد، بچه ها برای من واتساپ میکنن میفرستن، اون ادا نمیشه. خب میخوام بهتون بگم بله کاملا گفتید که اشتباه بزرگی بود و اون صحنه به حرفتون درسته. یک چیزهایی وجود داره که آدم حرمت خیلی چیزا رو باید نگه داره. البته آقای کیمیایی عزیزن و شما هم درست گفتید و اون احترامی که به ایشون داشتید باعث شد که توضیحی ندید در مورد قضیه. ولی خب به هر حال پرویز پرستویی شما یه صحنه‌ای که بازی کردید و حذف شد، رابطتون با پرویز پرستویی چطور بود؟ خیلی خوب، خیلی حرفه‌ای، خیلی خوب، خیلی خوشحالم باهاشون کار کردم. میگم ولی فضای کار فضای خوبی نبود آقای جیرانی. بله متوجه. برای این که میگم کارگردان اونم آدمی مثل آقای کیمیایی، وقتی پشت مونیتوره خب شما باید شرایط رو برای آقای کیمیایی درست کنید، برای شرایط رو برای ایشون مهیا کنید، نه اینکه شرایط رو برای خودتون مهیا کنید به دلیل اینکه تو قسمت تولید هستین و این به من بازیگر لطمه میزنه، منو اذیت میکنه. بعد اتفاقای بدتریش که افتاد وقتی که من ادعای این رو دارم که آقای کیمیایی به هر حال پیشکسوت منه، استاد منه، بزرگن، جایگاهشون متفاوته، آدم عادی نیست، وقتی که اعتراض میشه، بعدش نامه نوشته میشه، شکایت میشه و اینطوری صحبت میشه، خیلی کار به نظر من غیر حرفه‌ای و زشتیه و این کار رو من دارم میگم کاملا حس شخصی و نظر شخصیمه. یعنی من وقتی که میبینم، دیدم آقای توی کار قاتل اهلی فقط یک پلان هست و از این که میشنیدم به من گفتن که کسایی که برام مهم بودن، همین چند تعداد دوستایی که با هم در ارتباطن، این که چرا این کار کردی؟ این چی بوده؟ گفتم مگه چرت؟ خب ما یکی دوتا سکانس خیلی خوب داشتیم. من حتی این اجازه رو به خودم ندادم که با آقای کیمیایی زنگ بزنم و بگم آقای کیمیایی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چون به هر حال تصمیم گرفته شده، تموم شده، رفته. و من فکر میکنم وقتی که بعدش اعتراض به وجود میاد، نامه نوشته میشه، شکایت میشه، شما از گروه تولید میتونی انتظار داشته باشی، ولی از بازیگر من اصلا توقع ندارم و به نظر من در شأن من بازیگر نیست که یه همچین حرکتی بکنم. این نظر شخصی من و به نظرم قشنگ نبود. حالا آقای کیمیایی میخواد یه پلان از من داشته باشه یا صد تا پلان، به هر حال ما باید یه جایی ثابت کنیم تفاوت آدم ها رو، حتی جایگاه خودمون رو. یعنی یه مقدارم به خودخواهی خود آدم ها برمیگرده. من به خودم هرگز اجازه نمیدم همچین صحبتی رو با آقای کیمیایی داشته باشم. برای همین کارشون هم به زنگ زدن، برای کار خائن کشی. بله بله الان خواهیم کشیه. بله ایشون زحمت، ایشون باز بزرگواری کردن، تماس گرفتن ولی بعد نشد، یعنی ادامه گفتگو اتفاق نیفتاد. و من تنها چیزی رو که میدونم و مطمئنم و باورش دارم تو این سالها داره اتفاق میفته، تولید بازیگر عوض میکنه، بازیگر انتخاب میکنه، تولید تهیه کننده رو به عنوان یک کارمند میاره و این بیشترین و بدترین و تلخترین آسیبیه که به سینمای ما وارد شده. یک مقداری در واقع حرف شما برمیگرده به حاکمیت سرمایه بر تفکر و بر فکر و بر ساخت و کارگردانایی که واقعا نباید این عرصه. آخه مگه میشه برای یک کار فرهنگی بیزینس و بله کاملا درسته. بله بله بله
چرک میشه اون وقت. بله کاملا درسته، تحلیلتون درسته و چه واژه خوبی هم به کار بردید، تولید. نکته دیگه حالا، خب خانم زنگنی عزیز، یک تجربه دارید به نام شیرین که من ندیدم فیلم آقای کیارستمی ولی تو لیست فیلم ها دیدم. تجربه چی جوری بود؟ چون ندیدم نمیتونم قضاوت بکنم. هیچی نبود آقای جیرانی. میدونم شما نشسته بودید و فیلم نگاه میکردید. من میگم من کارا رو نمیبینم خوشبختانه متاسفانه. آقای کیارستمی نازنین مرحوم گفتن که زنده یاد، گفتن که فکر کن داری هملت میبینی، رومو و جولیت میبینی، عکس العملش رو صورتتون میخواییم. شاید برای 5 دقیقه بود ولی مثل اینکه چند ثانیهش استفاده شده. همه بازیگرها همین بوده، یعنی تمام خانم های بازیگر شما اومدن. شما تنها رفتین از تو فیلم گرفتن؟ تنها رفتین؟ یعنی چی تنها رفتن؟ نه شما صحنه که میگرفتن شما تنها بودین یا بقیه خانم هم بودن؟ گوهر خیراندیش رو دیدم، رویا نونهادی رو دیدم. بله. توی اون فضایی که بودیم بقیه بچه هم بودم ولی من عینکی هم وقتی دور باشن نمیفهمم آقای جیرانی. بچه هایی که نزدیک بودن و گوهر خیراندیش که دیدین چقدر با هیاهو میاد و شلوغ و شیط، نمیتونید نبینینش. میخوام ببینم که تو اون جمعیت شما خانم ایرن زازیانس رو دیدین؟ خانم ایرن زازیانس هم بازی کرده تو اون کار، یادتون میاد خوبش قدیمی؟ نه آقای جیرانی ندیدمشون. تو کار شیرین بودن؟ بله 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 بله. نه متاسف. نه. من یه تصویر دیدم ازشون ولی فیلمو چون من کامل ندیدم. آقای خانم زنگنه، اولین دیداری که با آقای کیارستمی داشتی، چون بیان شیرینی داری تو از خاطراتت، این بعدم نمیاد که این اولین دیدار و که میشه آخرین دیدارم میشه به من بگی؟ بله خب خیلی هیجان داشتم، خیلی هیجان داشتم که ببینمشون. خیلی زیبا بود تصویر، خیلی آدم آرومی بود، خیلی آروم، خیلی مؤدب بودن، خیلی یه گفتگوی ساده صمیمانه با هم برقرار کردن، خیلی صمیمانه و خیلی معمولی، انگار که از کوچه بازار صحبت کنن. و بعد خودشون توضیح دادن که این دوربینه، به گوشه دوربین نگاه کن، اینجوریه اینجوریه اینطوری. گفتم هر اکسرمن هر ریاکشنی رو میتونم. گفت بله آزادی. و خیلی خیلی حس خوبی بود، خیلی کوتاه بود آقای جیرانی، اصلا نمیشه خیلی راجبش صحبت کرد، ولی دیدن آقای کیارستمی خب خیلی خوشایند بود. از اینکه میبینم آدم هایی رو که بزرگن منو به وجد میاره. اینکه به آقای کیارستمی ببینید، فیلمی از آقای کیارستمی دیده بودید؟ بله بله، من کارهای آقای کیارستمی رو دیده بودم و دوست دارم و دوست داشتم. بله کاراشون رو دیده بودم، یعنی با آشنایی کامل و با خوشحالی بله. رفتم به آره. خانم زنگنه من یه سوال یادم رفت از قبل بپرسم، از بین کارهای کیمیایی کدوم کارشو دوست دارید؟ کل کاراشون؟ مجموعه کارهای که ازش دیدی دیگه. همه کاراشون رو دوست دارم، به خصوص وقتی که آقای کیمیایی، آقای نعمت حقیقی، زنده یاد نعمت حقیقی و آقای منفردزاده هستن، موزیسین، موسیقی متن کارای اسفندیار. بله بله. هر جا که این سزل اتفاق افتاده بودن شاهکار خلق شده، انگار که حال همدیگر رو میشناسن، انگار که جنس همدیگر رو میدونن. ولی من همیشه یه چیزی تو کارهای آقای کیمیایی من اذیت کرده، با اینکه میگم من مدیون ایشون هستم به خاطر آموخته ها از بازیگری، خیلی رو من تأثیر داشت کار کردم با ایشون. زن تو کارهاشون مثلا خیلی مردانه است کارها، مثلا قیصر خیلی خیلی کار خوبیه، خیلی کار قشنگیه، ولی منو غمگین میکنه. یعنی وقتی که قیصر میاد
مادر عزادار مشک پوشیده و خواهش میکنه، التماس میکنه نرو، اصلا براش مهم نیست. یا وقتی که عشق پاکی داره که بانو پوری بنایی کار کردن، اصلا براش مهم نیست. از اینکه زن کاتالیزوره، از اینکه زن محوریت نیست، منو اذیت میکنه. یعنی دوست دارم، دوست داشتم که قیصر رو با این ببینم. اولین بارم که دیدم همین تأثیر رو روم گذاشت، توی گوزها، قیصر، کارایی که خانم بانو فریما فرجامی توش بودن. بله بله، خیلی جامعه توی کارهای آقای کیمیایی هست. جامعه ما مرد سالار و این کاملا مشخصه. کدوم کارشون کارهای آقای کیمیایی که خیلی تحلیل خوبی کردی، کدوم کارشون بیشتر دوست داری؟ کدوم کارشون بیشتر دوست دارم؟ اینه اگه بخواد انتخاب کنی. خب اینقدر دوست دارم انتخاب کنم سرب. بله بله، برای اینکه همش خودم رو بذارم جا. بله، زنده یاد هادی اسلامی، فریما فرجامی. خیلی خودم رو جای فریما میذارم برای بازی که موهاشو میزنن اعتراض داره. بعد ببینید مثلا توی سربم زن پیش برنده نیست، اگه درست یادم باشه نمیخواد بره ولی میبرنه، مرد میبردش. خیلی جامعه ایرانه دیگه، ایرانیه. برای همین آقای جیرانی نازنین، من یه حسرتی توی دلم دارم. خود آقای کیمیایی هم میدونم، اطرافیانم هم میدونن، من یکی از خوشبختیام و یکی از آرزوهام اینه که یکیش آقای کیمیایی توی کارهاشون حتی یک سکانس کار کنم، چون من اندازه یک دنیا به وجد میام و میآموزم. ولی حسرتی که تو دلم هست و و خب دیگه اصلا اتفاق نمیفته، تموم شد، کار کردن با علی حاتمی بوده. زنهای علی حاتمی خیلی زنن، خیلی زیبا هستن، خیلی یعنی دوست داشتم یکی از زنهای کارهای علی حاتمی باشم. کارهای علی حاتمی شعره، رنگه، اصلا خود اصلا پلان بدون اینکه موسیقی داشته باشه، موسیقی خود کار موسیقی داره، وزن داره، هماهنگ، همه چیز انگار مثل یه موی بافت هست، به هم بافته میشه. یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیم علی حاتمی. ای کاش میشد. ایشون زود رفتن از بین ما. خیلی ایشون خیلی زود رفتن و جاشون در سینمای ایران بسیار خالیه. من که عاشق فیلم سوت دلانم و در واقع سوت دلان رو شیفتوار دوست دارم، هم بازی بهروز وثوقی، هم بازی خانم شهری آقداشتو که هر دو، و هم آقای جمشید مشایخی که هر سه بی نظیر هست. بانو خوروش. بله بله بله، بانو خوروش درجه یک. بله بله، هر چهار تا درجه یک. نه خانم چهره آزاد هم هستن، آقای نیکپور هم هستن، ولی در واقع نکته این است که آقای نیکپور هم یکی از بهترین با اصلا آقای نیکپور تو بازی جانم بفرمایید. جهانگیر فروهر درجه یک، خدا بیامردش، درجه یک اونجا. اصلا اون فیلم، من میخوام بگم اون فیلم یکی از شاهکارهای تاریخ سینماست. یعنی من اون فیلم رو ده ها بار دیدمش و اگرم امشب بذارم بازم میتونم ببینم. فیلم رو بسیار من دوست دارم. از هیجان من به اشکم در میاد. یعنی ورود آقای فروهر، دیالوگاش، نشستنش، یعنی اینقدر من رو به هیجان میاره، چون خودم رو میذارم جای اون و میگم اون درگیری، اون چلنجه هست. بعد میگم که نمیتونم، نمیشه، حتما باید جهانگیر فروهر بازی میکرد، من نمیتونستم این نقش رو درارم. و از این که یکی رو میبینم که اینقدر خوبه، به شوق میام، به هیجان میام، به من زندگی میده، به هم یادآوری میکنه که هنوز دنیا جای خوبیه. دوست نداشتی تو کار مهرجویی بازی کنی؟
چرا؟ یه کاری رو اتفاقا من با ایشون تا پای یعنی قرارداد بستیم، نارنجی پوش رو پیششون بودم. چرا؟ یه چند جلسه هم رفتیم اومدیم، خیلی عادی بود، خیلی با خانمشون خیلی رفاقت داشتم و دارم. بله اونجا بودم، قراردادم نوشتیم، ولی نشد دیگه. نمیدونم چرا نشد. و چند تا فیلم ایشون برای من فیلم های بزرگن، مثل لیلا، مثل سارا و مثل سنتوری. اینا فیلم های خیلی خیلی دوست داشتم تجربه بازیگیریشون رو داشته باشم. خیلی دوست داشتم ببینم تو موقعیت بازیگر بودن برای آقای مهرجویی. حتما دوست داشتی بیزایی هم تو کارش باشی؟ حتما دوست داشتی تو کار بیزایی هم باشی؟ خب ادامه حرفم میخواستم بهتون همینو بگم. خیلی حرفامو طولانی شد، خسته شدین آقای جایی؟ نه بسیار لذت بخشه. دوست داشتی تو کار بیزایی هم باشی؟ یکی از حسرت‌های دیگه هم آقای بیزایی. من به نظر من اطلاعات شما که درجه یکه، من بر کاملا حس شخصیم و بر اساس دانش خودم، دانش بسیار محدودم. اولین کارایی که شما زن رو هسته زندگی و اون چیزی که واقعیت داره، به نظر من زن اصلا نه فمینیستم نه ضد مردم به هیچ وجه، اصلا از این ادا اطفارام خوشم نمیاد، ولی زن اون استقامتش، حضورش، وجودش در بهترین شکلش در کارهای آقای بیضایی دیده شده و دیده میشه و متاسفم که از ایشون محروم هستیم، از وجود ایشون. یکی از حسرتام کار کردن با آقای بیضایی و از بودن توی اون نگاهی رو که آقای بیضایی داره به زن، اینکه هسته زندگیه، اصلا فراتر از مردانگیه، فراتر از مثل همون ضد، چطور براتون بگم، زنش آینه، زنش زنهای کارای صورت، خودش پایه گذار، انگار خالقه، انگار که خودش اصلا نمیگم. یکی از شخصیت‌های بیضایی، زن بیضایی رو دوست داری تو فیلماش؟ کدوم یکی بیشتر دوست داری؟ همه رو، ولی باشو رو خیلی دوست دارم. همه رو، همه عالی هن، ولی دوست داشتم جای باشو توی اون فیلم باشم. سوسن تصویر خوبه. بله خیلی دونم در سینما ایران خالیه، هر جا هستن خانم سن. و اصلا این حسرت ما در نبود آقای بیضایی خیلی حسرت مهمیه. ما هممون سالهاست که در این حسرتیم که چرا آقای بیضایی در ایران نیست، چرا آقای بیضایی بین ما نیست، چرا آقای بیضایی اینجا کار نمیکنه. این حسرت من نیست، حسرت تمام آدمهایی یعنی که سینما رو دوست دارن برحال و تئاتر رو دوست دارن و دانش رو دوست دارن، حسرت همه است که در واقع چرا ایشون نیست. خانم در واقع زنگنه عزیز، دو تا کار آخر داری. یکی فیلمیه که برای آقای شیبانی بازی کردی. من نمیدونم آقای جیرانی کار آقای شیبانی کدومه، من اصلا یادم نمیاد، باورتون میشه؟ نمیدونم، حالا شاید اشتباه شنیدم. طلا خون؟ نه من بازی نکردی. خب نه، من یه فیلم سینمایی دارم. بله. که بسیار کار خوبیه، خیلی زحمت کشیدم. کار شما اشتباه نمی کنی حتما. نه من اشتباه کردم، من تهیه کنم. خورشید همچنان در واقع مثل که اسمش همین بود بشه. زنانی که با گرک ها دویدن، زنانی که با گرک ها دویدن، اسمش هم فراموشم شده. یه فیلمیه که با امیر اطهر سهیلی من کار کردم توی مشهد، فیلم اولشونه. آقای جیرانی خیلی کار عجیب غریبیه، کار خیلی چیز فوق‌العاده‌ای نیست، ولی بسیار کار محترم و شریفیه. یک زنه توی یک سنگر
تمام فیلم روی اینه و تنها ارتباطش با جهان بیرون یه بیسیمه که توی دوره جنگ اتفاق میفته. اتفاقایی که توی اون چند روزی که ما سر فیلم مرداری بودیم اتفاق افتاد، یکی از چیزهای زیباش بچه های صحنه بودن. یعنی فکر کنید توی شهرستان، توی مشهد، بچه هایی که توی صحنه کار کردن، سنگر رو که ساختن، یه اتاق شاید نمیدونم 12 متری بود، نمیدونم چی بود، این پنلای دیوارا، پنلا حرکت میکرد و دوربین جای خودش رو پیدا میکرد. خیلی کار زیبایی بود، کار صحنه. نور و تصویر بسیار عالی بود. یعنی ما تصویری داشتیم که با یه فانوس بود، با یک چراغ قوه بود، با آینه ما بازی داشتیم. و یه چیز فوق‌العاده دیگه که توی این کار بود و دوست داشتم اتفاق بیفته و دیده بشه اینه که هیچ کدوم از پلانای کارگردان دکوپاژش شبیه هم نبود. یعنی فکر کنید توی یک اتاق دوربین رو محدودیت خیلی زیاده دیگه، ولی اصلا این آقا، این پسر، دو تا پلانش رو شبیه هم نساخت. بسیار کار خوبیه. وقتی که مثل اینکه توی جشنواره میرن برای بازبینی، میگن که دوستان میگن خانم که کار موسوی هست این فیلم؟ نه نیست، فکر نمی کنم داشته باشی. نه اکران نشد آقای جیرانی. نه تو فستیوال پرسیدم، تو فستیوال هست دارم نیست که نیست. حالا خانم من هست، خانم مرسی، انشالله که ببینیم به هر فیلمو. خانم زنگنه هستش تو فستیوال؟ نه نیستش میگن نیست. حالا شاید اشتباه کنیم، شاید باشه، امیدوارم که اشتباه کرده باشیم. من چند تا اسم بازیگر میگم خانم زنگنه، میخوام نظر تلاش این بازیگر جا. من بدیم آقای جیرانی، تو رو خدا منو دشمن دارم. نه یک کلمه میخوام، بیشتر نمیخوام. فرامرز غریبیان. فرامرز غریبیان معلم تکنیک بازیگری. پرویز پرستویی. تناقض. بهروز وثوقی. یک نقطه در تاریکی مطلق، اون نقطه روشن بهروز وثوقی. لیلا حاتمی. یادگار حسرت من. درجه یک. هدیه تهرانی. با مرام، با معرفت. نیکی کریمی. هیچی دوست ندارم بگم. از نسل جدید، نوید محمدزاده. آخر جنون، دوستش دارم. آخر دیوانه. بله، لعیا زنگنه. در سینما و تلویزیون بیکس. توضیحی که در مورد شخصیت لعیا زنگنه دادیم بیکس، میخوام اینو باز کنید خانم در واقع زنگنی عزیز. حالا البته بد نیست که بازش هم بکنید. بیکس یعنی که من در سینما، تئاتر و تلویزیون جزو بیکس‌ترین، تنها ترین، بی رابطه ترین آدم ها هستن و مقدار زیادیش خودخواسته است و یه مقداریش هم جریانیه که اتفاق افتاده و اصلا از این بی کسیه غم برام نداره، ناراحت نیستم، واقعیته. شما فرمودین لعیا زنگنه رو تعریف کن. لعیا زنگنه در سینما و تلویزیون بیکس، اما یه لعیا زنگنه دیگه ای هم وجود داره آقای جیرانی. لعیا زنگنه ای که اولویتاش چیزای دیگه است و تمام اتفاقای هنری زندگیم، آدم هایی که باشون برخورد کردم، باعث شدن که
به اون اولویت زیبام و اولویت‌های قشنگم و با شکوهی که تو زندگی دارم برسم، مدیون اونا هستم. خیلی خیلی متشکرم. درجه یک بود، دستون درد نکنه. انشالله که در تهران ببینمتون و نزدیک ببینمتون. خیلی متشکرم. مرسی آقای جیرانی عزیز جانم، از حضورتون و از این امنیت و اعتمادی که به من دادید که بتونم این همه حرف بزنم ازتون سپاسگزارم. خواهش میکنم. مراقب خودتون باشید. طولانی ممنونتونم. از همه ممنونم. خدا نگهدار. شب شما بخیر. خدا نگهدار. مرسی. خدا حافظ. شب بخیر. خب خانم بیتا موسوی، بخش خبر امروز بخش داغیه، بخش بی‌حرارتی است. خبر داغ داری یا نداری؟ سلام آقای جیرانی به شما و بینندگان کاف آپارات. حقیقتا این روزا فقط خبر در مورد جشنواره فجر دیگه، یعنی ما عملا در مورد بخش های دیگه مثل تولید فیلم یا تولید سریال دیگه نمیتونیم خیلی صحبت کنیم، برای اینکه همه فوکوس اخبار روی جشنواره فجر. تولید سریال که ماشاءالله به تعداد خیلی زیاده. فکر کنم هفته پیش ما یه دیگه 20 نام بردیم مثلا، تعداد اینقدر تو صفن. بعد من شنیدم که همه میخوان بسازن که زیاده. فیلم هم داره ساخته میشه ولی نه به تعداد اندک شما اندکی، و اینکه این فیلم ها میره دیگه برای بعد از جشنواره یا حضورهای جهانی دیگه، یعنی عملا نمیشه که در موردش. فستیوال برلین هم مثل که دو مرحله ای شد. بله فستیوال برلین که به صورت فیزیک یکی که مثلا بخواد برگزار بشه که به اون شکل نیست. من داشتم میومدم اینجا خبر خیلی جالبی خوندم که کاخ جشنواره کن تبدیل شده به جایی که در حال حاضر مردم میرن و خود واکسن کرونا میزنن و تمام بخش های کاخ، یعنی عملا تا همون تاریخی که خودشون گفتن ابتدای تابستون قرار نیست کن برگزار شه. و عکس هایی هم که امروز منتشر شد از تمام زوایای کاخ جشنواره فیلم کن بود که تمام مردم اومده بودن و داشتن واکسن کرونا میزدن تو فرانسه. خب در مورد فیلم ها این روزا خب اخبار متفاوتیه. یکی این که به هر حال داورهای جشنواره اعلام شدن، قشر جوان توی این دوره جشنواره خیلی زیاده. بسیار ترکیب داورا ترکیب خوبیه، ترکیب مدرن امروزیه و جوانهای توش هستن که بسیار فهمیدن. مجموعه داورا ترکیب خیلی خوب، نمیخوایم فرق بزنیم بین آدمی که سنش جوانه و بین که آدمی که در واقع الان مسن‌تره. در واقع همه نسل خوبی هستن، از فیلم برداری که انتخاب شده، از کارگردانهایی که هستن، از نماینده شورای پروانه نمایش، مدیر تلویزیون آقای احسانی و بازیگر خانم ساره بیات، همه به هر حال به نظر من چهره‌های فرهنگی هستند و شکل تازه از ترکیب داور است. بله بله دقیقا. و فکر میکنم که خب این برمیگرده به تعداد زیادی که فیلم اولی ندارم. که وجود داره من فیلم ندارم که داور را تعریف میکنم. من فکر میکنم بخشش برمیگره به تعداد زیاد فیلم های اولی که امسال در دوره این دوره جشنواره است. فیلمسازهای جوان به هر حال نگاه متفاوتی دارن و تو این ترکیب داوری کمک میکنه. اینکه میگن داورا برای اولین بار دارن فیلم ها رو نگاه میکنن اینطور نیست. از سال 1172-73 کمیته انتخاب و جشنواره برداشت و داورا میومدن فیلم های کلی داوطلب به جشنواره رو میدیدن و گزینش میکردن، تعدادی رو میذاشتن برای مسابقه، تعدادی رو حذف میکردن. یعنی من یادم از دوره آقای زرقامی معاونت سینمایی بود، کمیته انتخاب وجود نداشت و اینم سر دعوایی بود که عده‌ای از فیلمسازان حرفه‌ای اعتراض داشتن به جشنواره، کمیته انتخاب با نظر شخصی فیلم‌ها رو حذف میکنه. بنابراین آقای زرقامی برداشت و میشستن داورا فیلم‌ها رو انتخاب میکرد، همه رو میدیدن یا چه جوری میدیدن برام میدیدن همه فیلم‌ها رو. بعد فیلم‌های مسابقه انتخاب می‌شدن، جدا می‌شدن، این همین با گزینش کاندیدا جدا می‌شدن. بله. یعنی برای اولین بار نیست که اتفاق. ولی آقای جرین اون موقع تولید فیلم مثل الان تعدادش زیاد نبوده. اینم مثلا شما ببینید 62 تا فیلم به هر حال توی بخش تولیدات ما بوده که ما متقاضی حضور در جشنواره فجر بودیم. اگه یادتون باشه ما دو قسمت داشتیم جشنواره، قسمت مهمان داشتیم و قسمت مسابقه.
قسمت مسابقه معمولا 20 بود و قسمت مهمون هم معمولا 20 بود. ما 40 تا تا 50 تا فیلم داشتیم اون زمانم. در واقع اون موقع دعوا سر قسمت مهمان بود که چرا قسمت ها جدا میکنن، که بعد در واقع همین دعوا تبدیل شد به کمیته انتخاب هستش. بله. خب ولی این روزها در مورد یه سری موافقین و مخالفینی داره جشنواره در شکل برگزاریش. بله. اینکه مثلا ایده این بله اینکه در این شرایط کرونا، حالا این روزها آلودگی هوا هم بهش اضافه شده، محدودیت ساعت رفت آمده و این شرایط اقتصادی یا همین اتفاقایی که هست، فکر میکنم که اگر که دوستان به من اطلاع بدن، ما قرار بود با آقای الوند صحبت کنیم، آقای سیروس الوند، در نظرشون رو در مورد این که حالا تو این چند روزه توی مطبوعات صحبت کردن، فکر میکنم الان روی خط هستن. آقای الوند سلام، من میشنوید؟ بله، عرض سلام دارم فریدون عزیزم. مخلص سیروس عزیزم، چرا فیلم نمیسازی؟ ما هر سال یه فیلم از تو میدیدیم، چند سال یه نمیسازی، چرا؟ از حضورت که خوب فیلم سازی بعد از این همه سال، بعد از الان فیلم من 50 و چند ساله که بتونه. بله میدونم، بله بله، بعد از این همه سال یه اصالت که شغل و اینا در میاد، نه باید انگیزه های مختلفی داشته باشه اگر به فیلمسازی شغل نگاه نکنه. خیلی از ما، حالا من همیشه بگیم هنرمند نیستیم، شغل هنری ده، کار هنری اگر تبدیل به شغل بشه خیلی جان بهتر میدونی دیگه. بله. شغل و ذوق و اون چیزه مثلا اون ذاتش از دست میده و اون جذابیت ها برای آدمی به سن من و سابقه من دیگه معنیش عوض میشه، اون شرایط شاید فراهم نمیشه. بعدم خب الان میبینی فیلم سازی به هر حال بیشتر با جوان های انجام میشه، توشون بعضی ها خیلی خوب هست و باید بیان و این راه رو ادامه بدن، خیلی هم میان و همینجوری حالا فیلم میسازن چون بودجه ای هست، این بودجه از کجا اومده معلوم نیست، چرا اومده معلوم نیست. بله. و فیلمسازهای اضافه میشن به سینما که من زمانی که رئیس کار و کارگردان بودم لیست رو نگاه کردم، دیدم 500 خورده کارگردان که خیلی هاشون من که این همه سال تو سینما نمیشناسم، کارگردانی داشتیم که آدم مطرحی هم بود، بعد دیدم این از میدون ونک تا آزادی مسافر کشی میکنه، حالم خیلی بد شد که چرا این آدم بیکاره. خب من دیدم که سالی 70-80 ساخته میشه، عادلانه هم بخوام تقسیم کنن 4 سال یه دفعه 5 سال یه دفعه. بله. نوازده ایرانی میشه. بله کاملا درسته، درسته. یعنی با یک واقعیاتی رو برو شدم که افرود و متاسفانه بدتر هم شده، بهتر نشده. ولی سیروس عزیز، من خاطرم از ریشه در خون تو و بعد در واقع آوار، بعد یک بار برای همیشه و تا این اواخر ما ایرادی تو به ریشه در خون گرفتی، بهترین قضاوت و نظر در مورد ریشه در خون همون دو تا جمله تو بود. علتش اینه که اساسا در تو سینما و علاقه به سینما از ژورنالیسم و نقد و نگاه به اصطلاح خاص تو، یعنی همیشه من گفتم که فریدون دلایل سیاسی اجتماعی شکلی فیلم فارسی رو پیدا کرد، یعنی فریدون فهمی فیلم با مطلب که فیلم فارسی با مطلب اون شرایط که ضرورت های سیاسی اجتماعی درش خیلی مستقر بود، ولی نمیدونی من صدا تو قطع شد ندارم زارم، باید تلفن رو درست کنن، تلفن رو درست کنن بچه، تلفن رو درست کنن، قطع شد صدا. الو الان صدا دارم سیروش جان، صدا دارم، متشکرم ازت. آره متشکرم ازت. ببین سیروس، من خاطرم با تو زیاده از قبل از انقلاب، فریاد زیر آب، و
و بعد بیا جلوتر و تا همین اواخر من همه فیلمات دیدم و بنابراین از اینکه فیلمسازی مثل تو همیشه با پشت کار و با حضور مثمر ثمر در سینما بوده خیلی خوشحالم و الان میخواستم نظر تو راجع به جشنواره امسال بدونم. ظاهرا یه چیزی من توی مطبوعات دیدم، یعنی توی سایت ها دیدم و در واقع حالا میخوام بدونم اول یه گله ای بکنم از از همکارای عزیزم که اون جنبه حالا منفی که میشد از حرفای من برداشت کرد و اونو خیلی بررسه کردن توی انتقال حرفای من و در واقع لا الهشو گفتن الا لاشو نگفتن که من به طور کامل چی گفتم. حرف من اینه که اولا جشنواره فجر برای ما محل کشف استعدادهای تازه بود، بله. محل کشف دوباره گیاه رستمی بود با خانه کجا، بله. محل کشف جعفر فلاحی بود، محل کشف همین خیلی دیگه و خب این کشف از توی فیلم های بهتر اتفاق می افتاد، از این کیفیت انتخاب درست که بدون ملاحظه بدون پذیرش دستورهای احتمالی اگر از این برمان می اومد که برای دو سه باری که من توی انتخاب بودم می اومد که باید بیشتا بیشتر تو تا فیلم انتخاب کنن که فیلم های بهتر و بهتری هست و بعد فراموش نکنیم جشنواره فجر الگوی سینمای شانس بعد ما بود، بله بله. ما با عنوان فیلمساز مسئولین تماشاگران همه میگفتش که آقا سینمای سالار ما دوست داریم و بپسندیم و مخاطب داره و فیلم خوبیه حرفی داره فقط سرگرمی نیست، من مخالف سرگرمی نیستم، یکی از وجوه سینما و وجوه اصلی سینما سرگرمی نیست، همه سینما سرگرمی نیست، اگر همه سینما رو سرگرمی بدونید سینما رو در حد شهربازی و پارک و اینا بازی خواهید، بالاخره چیزهای دیگه ای هم در سینما هست، اون چیزهای دیگه تو جشنواره فجر معنی و مفهوم داره و ما که در طول سال گرفتار فضای اقتصادی سینما هستیم ده روز یک فضای فرهنگی رو تجربه میکردیم، مثلا اقتصادی گرفت کنار ما نیاز به این ده روز داشتیم برای اینکه یه خوده به خودمون بیای ببینیم کجا هستیم، سینمامون در چه حدیه، چقدر فیلم کودک داریم، چقدر اجتماعی داریم، همه اینا توی در روز بررسی میشد. حالا یه جشنواره داریم راه میدازیم، نه هیئت انتخابی داره، همینجوری کیلویی هرچی فیلم داشته داریم میذاریم، هیچ چشم‌اندازی برای سال بعد نداره، امیدوارم توش دوشون کشف اتفاق بیفته، یه خورده سخت توی این شرایط. من به این دلیل مخالف برگزاری این جشنواره بودم. حالا مسئله کرونا هست، مسئله اقتصادی هست، همه اینا به کنار، حتی اگه اینا هم نبود این شکل برگزاری از ذات و تعریف جشنواره فجر ما مهمترین رویداد سینماییش به دوره، به این دلیل من مخالف هستم و اشکالی نداشت یک سال برگزار نمیشد، این همه جشنواره‌های درجه یک دنیا یک سال برگزار نشده، وقتی دوستان اصرار بر برگزاری دارند حالا با خدا فهم کنید که این اصرار چیه؟ بنیانش چیه؟ از کجا این اصرار اومده؟ چرا میخوان؟ اون وقت ذهن آدم میره به مسائل دیگه، این که حالا بودجه ای دارن نمیخوان برگردونن به دولت بانی بودجه رو مسئله و خیلی چیزهای دیگه که ممکنم واقعیت نداشته باشه ولی به ذهن میاد تو این شرایط. حرف من این است. سیروس عزیزم خیلی ممنونم ازت، قربونت برم، برای خانم خوبت مهربانت، برای دختران عزیز سلام برسون، ببیشه ماهور عزیزم قربونت برم، ماهور همیشه سلام زیاد بهش برسون، قربونت برم، سیرش به حال روزنامه ای چاپ شد و مصطبش روزنامه تو بود همیشه میگه، مرسی عزیزم، قربونت برم، موفق باشید، قربونت برم، متشکرم، مرسی، بیا علی، قربونت برم. خب صحبت های آقای الوان نشون میداد که خیلی با بحث شرایط کرونا و اینها ارتباطی نداره، شاید مثلا واقعا گفتگوشون خیلی به طور درستی منتشر نشده، بیشتر با شکل برگزاری به صورت هیئت انتخاب و اجرایی جشنواره مشکل داشتن، حالا اونجور که خودشون صحبت کردن.
خب ما چون یه نظر مخالف داشتیم آقای جیرانی، یک نظر موافق هم گفتیم داشته باشیم در این دوره در مورد برگزاری جشنواره فجر، که خب بدونیم که مثلا اون کسانی که دوست دارن این رویداد همچنان به قوت خودش باقی باشه. من خیلی مخالف نبودم. بله میگم با شکل اجرایی مخالف. با شکل اجرایی بله بله. ما اینکه مثلا هیئت انتخابی نباشه و اینکه نکنه کشف استعدادی نشه. منظورش این بود که ممکنه که تو این ما بین فیلم دیدنه بله. یه مثلا باعث بشه که خب یه سری نام‌ها یه سری فیلم‌های دیگه که جوونهن رو تحت شعاع قرار بده. خب ما به هر حال قانوناً اینه که واقعا وقتی با یک مخالف صحبت میکنیم به همون شکلی که قبلش فکر میکردیم گفتگوشون تو مطبوعات بوده با یک موافق هم صحبت کنیم در مورد جشنواره فجر. با یک نفر از تهیه کنندگان خوب سینما که سال گذشته با فیلم مهم شنای پروانه در جشنواره فجر بودن و جوایزی رو نصیب خودشون کردن قرار صحبت کنیم. آقای رسول صدراملی فکر میکنم روی خط هستن و در مورد شکل برگزاری این دوره جشنواره صحبت کنیم. آقای صدراملی صدای منو میشنوید؟ سلام آقای جیرانی. بله بله. مخلص آقا. چطوری رسول جان؟ خوبی عزیزم؟ خوشحالم صداتو میشنوم. منم خیلی خوشحالم صداتو میشنوم. انشالله این دوران کرونا تموم بشه ما بتونیم همدیگه رو ببینیم. این دوران همه رو خونه‌نشین کرده. عزیزم خوبی؟ خدا رو شکر. بله خوبم. پسرا خوبن، پسرای عزیزت خوبن، خانمت خوبه، سلام زیاد برسون، قربونت برم. رسول جان، جشنواره امسال رو چگونه میبینی؟ موافق برگزاریش هستی یا نیستی؟ من به شدت موافقم. دلیلم هم اینه که در طول سالهای برگزاری این جشنواره پیامد جشنواره پس از اجراش رونق بوده برای سینما و شکوفایی بوده به لحاظ جذب مخاطب. میفهمم که این نقد همیشه به جشنواره بوده که جشنواره برای 5-6 تا فیلم خیلی خوبه و ممکنه بقیه فیلم‌ها چیز بشه، در واقع سرکوب بشه یا مخاطبش ریزش کنه اگر بیاد جشنواره ببینه. اما به هر حال چیزی که تو ذهن منه در طول همه این سال‌ها اینه که معدل برگزاری جشنواره معدل پیامده در واقع برگزاری جشنواره معدلش شوق بیشتر سینما رفتن رو ایجاد کرده. اگه اینو قبول داشته باشیم به نظر من امسال مهمترین سالیه که باید جشنواره به وظیفه خودش عمل بکنه و برگزار بشه. چرا؟ برای اینکه آروم آروم عادت به سینما رفتن نکنه که از تماشاگرهای جدی سینمای ایران کمرنگ بشه در موردشون، میدونی؟ و بله دوباره بخوان بیان تو سالن. بله. نکته من همینه و اینکه به نظر من مهمترین برگزاری امساله و امیدوارم که به خیلی بگذره و خوب پیش بره. من اصلا نمیپذیرم اینکه بیایم این بود پول و این بودجه رو مثلا صرف چه میدونم اهالی سینما بکنیم یا اون آسیب دیدگان ناشی از کرونا یا بیکاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اونا یه ماموریت دیگه است برای دولت و برای خانه سینما و برای وزارت فرهنگ برشد اسلامی و سازمان سینمایی. جشنواره وظیفش به هیجان آوردن مخاطب برای دیدن فیلم، برای رفتن به داخل سالن سینما در کنار در واقع رقیب قدرتمندی مثل بیودی ها که الان آروم آروم مردم دارن عادت میکنن. قبل از کرونا مخاطبین بیودی خیلی جدی نبودن ولی الان اینقدر مجبور شدن برن که دارن لذت میبرن از این نمایش بیودی و این وسط سینما میتونه قربانی بزرگی باشه. خیلی تحلیل درستیه، متشکرم رسول جان. فقط من این سوال دیگه بکنم مزید، شنای پروانه رو اکران مجدد میکنی؟ بله بله، به خاطر اینکه اون اکران اصلا اکران به خاطر بازگشایی سینما بود و اینکه ما فکر میکردیم که کرونا تموم شده و یا آخراشه و به درخواست سازمان سینمایی اون فیلم اکران شد و به درخواست سینمادارا اکران شد و 2 هفته بیشتر اکران نشد و به نهایتا با این شرط که ما هم اولین در واقع فصلی که یه ذره شوق سینما رفتن در مردم به وجود اومد مجددا اکران میکنیم. من امیدوارم بتونیم یا نوروز یا اردیبهشت نهایتا فیلم رو به تماشای در واقع به اکران در بیاریم مجددا. با آرزوی موفقیت. بعد از رسول جان خیلی ممنونم که آمدید. با آرزوی سلامتی و تو
موفقیت برای خودت و برنامه‌تون و خانواده‌ت. مرسی. خب منم بگم که بسیار رفت درستی هم آقای الوان تحلیل داشت، تحلیلشون به حال تحلیلی بود قابل تعمق و تحلیل آقای صدرآملی از زاویه دیگری به نظر من. منم البته جزو مدافعان برگزاری جشنواره‌ام، یعنی من از ابتدا معتقدم که سینما رو باید زنده نگه داشت، سالن‌ها رو باید باز نگه داشت. البته اینکه سینما الان فروش فیلم‌ها خیلی درخشان نیست به دلیلی که فیلم جدید اکران نشده، فیلم‌های خوب اکران نمیشه. اونایی که من واژه خوب رو بد به کار بردم، فیلم هایی که میتونن موفق باشن و در واقع گیشه پرفروشی داشته باشن اکران نمیشن، چون همه فیلم های امکان داره خوب باشن ولی گیشه پرفروشی نداشته باشن. بنابراین در واقع این نکته در واقع من موافقم جشنواره شاید بتونه فضای سالن های سینما رو زنده کنه و من فکر میکنم شوق مردم رو به قول آقای صدام بیشتر بکنه و آقای طباطبایی جان موفق بشه که این جشنواره، حرفی که آقای صدام زد، جشنواره مهمیه، خیلی مهمه و امیدوارم که هیچ استعدادی هم در واقع در جشنواره از چشم ها نادیده نمونه. بعد خب همینه میخواستم بگم آقای جره، طبق لیستی که حالا خود سازمان سینمایی منتشر کرده 62 فیلم متقاضی حضور توی جشنواره بودن که حالا از بین اینها 28 فیلم حرفه‌ای، یعنی فیلم دوم یا سوم محسوب میشن، 34 فیلم فیلم اول هستن، یعنی ما 34 تا فیلم داریم که فقط فیلم اول هستن. بله. از بین اینها، یعنی از بین 62 تا فیلم 12 فیلم فقط پروانه نمایش دارن، یعنی ما این روزهایی که دارن فکر میکنم اینجور که مشخصه داورها دارن فیلم ها رو میبینن، همچنان داره پروانه نمایش بخش سازمان سینمایی هم باید فیلم ها رو ببینن، چون فیلم ها باید یک مجوز نمایشی برای حداقل حضور در جشنواره فجر رو بگیرن. قبلا نماینده شورای پروانه نمایش که یک نماینده میرید فیلم ها رو میرید قبلا و اون اوکی میداد و در واقع تموم میشد چیز میشد. الان هم نماینده در واقع شورای پروانه نمایش که توی هیئت داوران هست آقای احسانی احتمالا نظر اوله میده، اما ظاهراً از اون سالهایی که من قبل میدونم دوباره شورای پروانه نمایش هم باید ببینه و اونا هم باید آخر. من اصلا امروز سوال کردم از سازمان، گفتن که بله شورای پروانه نمایش داره فیلم ها رو میبینه. بله. اما مجوزش برای اکران در جشنواره. بله بله. بعد دوباره ممکن اصلا یه موقع فیلم ها دوچار ممیزی بشن اصلا دوباره برای اکران میبینه و دوباره برای اکران مجوز میده. بله. مجوز جشنواره میده. آره امیدوارم که هیچ فیلمی الان شورای پروانه نمایش داره به بکوب فیلم میبینه دیگه فکر. بله شنیده میشه که چند تا فیلم دوچار مشکلات ممیزی هستن. امیدوارم که حل بشه براشون واقعا. دوچار ممیزی نشه و در وانفسای فعلی من توصیه اینه که دوستان کوشش کنن که فیلم ها مشکل نداشته باشن. دوستانی هم که دائم قر میزنن قر نزنن، بذارن در فضای چیز فیلم سازا نفس بکشن. بحث دیگه ای هم که وجود داره در مورد جشنواره فجر، من فکر میکنم طبق حالا صحبت هایی که آخرین بار آقای طباطبایی نژاد انجام دادن، حدود 20 تا فیلم باید نامزد باشن، یعنی باید به عنوان برگزیده معرفی بشن از سمت هیئت داوری است برای اوایل بهمن ماه، یعنی 10 روز اول بعد این فیلم ها انتخاب بشه. حالا اون موقع شرایط تصمیم میگیرن که بتونن این فیلم ها رو نمایش بدن برای مردم یا برای مطبوعات. ولی پیش بینی هم میشه که از این 62 تا فیلم حالا یک تعدادی به علت اینکه نتونستن به لحاظ فنی فیلمو برسونن انصراف بدن از حضور، یعنی دی سی پی شون آماده نمیشه تا تاریخی که داورا دارن فیلم ها رو میبینن. یه تعدادی هم خب طبیعتا ممکن اصلا پروانه نمایش نگیرن، یعنی این تقریبا این بحثو باید داشته باشیم که شاید نزدیک 10 تا فیلم مثلا نباشن توی جشن، توی لیستی که ما الان در اختیار داریم ممکنه 10 تا فیلم مثلا نتونن که باید داورا اونو ببینن حتی، یعنی اصلا نرسن، یعنی بوده در سالهای گذشته دیگه به هر حال فیلم‌هایی بودن که نمی‌رسیدن دیگه، مشکل وی سی پی پیدا می‌کردن. امیدوارم این فیلم‌ها رو اعلام می‌کنن چون بعداً قاطی فیلم‌هایی که کاندیدا نشدن احتمال اگه نباشن بعداً تصور ما ولی خواهد بود که اون فیلم‌ها کاندیدا نشدن، کاندیدا ندارن و این نکته رو شما اضافه کنید که اینا کاندیدا رو اعلام نمی‌کنن. یه سری لیست فیلم میدن که اینا
نمایش داده بشه. 20 تا فیلم گفتن که اعلام میکنن که ما ببینیم، ولی اون 20 فیلم قطعا توش کاندیداها وجود دارن. یعنی ممکنه بله، ولی یعنی ممکنه که یک فیلم حتی در یک بخش کاندید شده باشه، ولی نمایش داده بشه. 20 تا فیلم هست بله، ولی کاندیدا رو بعدا اعلام میکنن. این قبل از اینکه در واقع بخوان دعوا جواهر اعلام کنن کاندیدا. داوری هم خب چند روزیه که شروع شده و داورا دارن فیلم ها رو میبینن دیگه. در چهار فیلم اینجور که شنیده میشه بله، اگه قرار باشه اوایل بهمن باشه با تجربه تاریخی که داورا شروع کردن، بعد تقریبا روزی 4 تا فیلم ببینن. محل دیدن فیلم هم از موزه سینما تصویری رفته به اون سالن نزدیک موزه سینما. بله قرار بوده که حالا برای اینکه فیلم های متعددی از به لحاظ کیفیت و اینها قرار بوده تغییراتی تو سالن نمایش باشه که من دیگه در جریان نیستم چقدر تونستن این بحث رو اعمال کنن که خب فیلم ها با کیفیت بهتری نمایش داده شه. چون خودتون میدونین آقای جیرانی کار خیلی سختی داورا در پیش دارن با توجه به فیلم هایی که اصلا مشکل داورا در این نیست که کار سختی بشتن. یک سری تخصص های فنی تو داوری به نظر من تو این عجله و شتاب کاندیدا شدن اونا از بین میره. بین هیچ جشنواره‌ای من فکر نمی‌کنم این همه جایزه بده. جشنواره‌ها معمولاً جایزه بهترین فیلم دارن، بهترین کارگردان دارن، مهمترین جشنواره دنیا فیلمنامه دارن و دو تا بازیگر نقش اول و نقش دوم. چون من تو داوری بودم یا تو کمیته انتخاب بودم، رد اصلا از دست میره. در واقع بخش فنی، بخش فیلمبرداری. سال‌هایی هم بوده آقای جیرانی فکر می‌کنم که جوایز کم شده بوده. آقای اسکرپور بودن. آقای اسکرپور شهامت به خرج داد. همچنان هم آخه موافقن که باید این اتفاق آره بیفته. کرد. کار بسیار زیبایی کرد. اما دو سال بعد دوستان خانه سینما اعتراض کردن. و دوباره دبیر جشنواره بعدی آقای رضاداد بود فکر کنم دوباره جوایز رو برگردون. ظاهرا هر موقع جوایز رو خواستن کم کنن اهالی سینما سنوف سینمای معترض دستان که ما جشن خانه سینما رو داریم و همه اونجا داره تخصصی دیده میشه. نتونست تبدیل به مراسم اسکار. این جشن خانه سینما این اسکار مراسمه. بله مراسم و آکادمیک هم بررسی میشه. مراسم مراسم باید جاش جا بیفته تا بتونه کاره بکنه. به نظر من مراسم خوبیه خانه سینما، ولی این جهنو جا نیفتده که دوستان حتما تو داوری جشنواره فش جایزه صدا، جایزه موسیقی و جایزه اینا باشه. بله. خب اسامی فیلم ها؟ اسامی فیلم ها آقای جریان چون واقعا دیده نشده من نمیتونم تاکید کنم که چه فیلمی میتونه فیلم مهمی باشه یا چه فیلمی میتونه حتی چون به لحاظ بازیگر یا سابقه کارگردان، چون ما هیچ کدوم فیلم ها رو ندیدیم و هر چی که در مورد فیلم ها صحبت کنیم در اصل گمان زنیه که فیلم ترانه خانم ترانه الگوسی نیومد تو فستیوال. بله 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 گفتن که فیلم به شدت جلوه های ویژه سنگینی داشته و نرسیده. نه 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 فکر میکنم که اسم فیلم رو تقاضاشون ندیدن یادیدن نه یه لحظه الان چون یه دونه دیگه فیلم داریم که دقیقاً اسمشون شبیه همه من الان یادم رفته اسم اون فیلمو. بله ولی مصاحبه کردن تایه اورکا. بله اورکا بود. اورکا اسم کوسه است. بله ولی خب فیلم در مورد یه شناست و شنای خانوم هاست. بله بسیار یه فیلم مهمی هم هست، ولی اینکه گفتن که به خاطر جلوه های ویژه‌ای که داره فیلم آقای جنایت بی‌دقت هم نیست تو فستیوال. بله دشت خاموش جنایت بی‌دقت. جنایت بی‌دقت نیست. جنایت بی‌دقت رو فکر می‌کنم که آقای مکچی اصلا فرم پر نکرده بودن برای این دوره جشنواره و فیلم در حضورهای بین‌المللی داشته. به هر حال فیلم در ونیز بود و در جشنواره بله در جشنواره های دیگه بوده و البته گفتگویی هم آقای مکچی یادداشتی هم در این مورد نوشته بودن. دشت خاموش هم منطور البته دو تا فیلم دیگه در این لیست حضور دارن، مثل فیلم تیتی خانم آیدا پناهنده و فیلم خط فرضی خانم فرنوش صمدی. این دو تا فیلم هم حضورهای بین المللی داشتن. یعنی این قانون عدول کردن که اگه حضور بین المللی داشته باشن بیان اگر پروانه نمایش بگیرن. نه آقا جانی گفتن در بخش گویا بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نباید داوری بشه. این اتفاق برای خونبازی هم سالها پیش افتاد که من فکر کنم فقط باران کوسری تونست جایزه بگیره از اون فیلم. یعنی سالها پیش هم در مورد خونبازی هم که تو چند تا جشنواره رفته بود این امکانو براش فراهم کردن که برای توی جشنواره فجر نمایش داده بشه، ولی با یک شرط و شروطهای مبنی بر اینکه در بخش‌های داوری نشه حتی. یعنی این امکان رو ازش گرفتن، ولی خب اون الان این امکان وجود داره که فیلمسازهای دیگه خب مثل دشت خاموش یا حتی آقای مکرین ها خب تصمیم بگیرن اصلا
با این شرط فیلمو ندم به جشنواره دیگه. خب چیز عجیبی نیست، میتونه این اتفاق بیفته. من آقای مکشی امیدوارم که مشکل پروانه نداشته باشه و اکرام بشه ما ببینیم فیلم دشت خاموش بیاد و یه چند تا فیلم دیگه هم هستن که من اسمشون یادم رفته که اونا هم بیاد. بله همین، ما در مورد خواهش میکنم. متشکرم. شده که در هفته آینده خبرهای بهتری داشته باشی و جنجالی تری از خبر، چون معمولا خبر باید خبر جنجالی هم باشه. بله. این روز همه با جنجال زندگی میکنن. مرسی خانم ما. خواهش میکنم. از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودن متشکرم. شب بخیر.